سلام ممنونم که راوی رو برای شنیدن انتخاب کردی راوی برای ادامه راه به کمک شما نیاز داره لایک کامنت و معرفی کردن ویدیو به دوستاتون بسیار بسیار در این راه برای من دلگرم کنند است پیشنهادات و انتقاداتتون رو در کامنت ها بنویسید این به من کمک میکنه که کیفیت ویدیوها رو ارتقا ببخشم اگر تازه به ما پیوستین امیدوارم که دوست داشته باشید و کنارمون بمونید فصل 11 امپراتوری روم حکومت آگوستوس گایوس اکتاویانوس نوه برادر پسرخوانده و وارث جولیوس سزار آنتونی و کلوپاترا را در آکتینوم شکست داد و پس از غلبه بر مصر و تصرف ثروت آن و برقراری نظم و قواعد مالیات در مستعمرات شرقی امپراتوری روم که به دلیل جنگ انقلاب و هرج و مرج استقلال پیدا کرده بود 29 سال پیش از میلاد به روم بازگشت پایتخت از او به سان منجی با شکوهی استقبال و برایش به مدت سه روز جشنی برگزار کرد او نیز به هر یکی از سربازانش مبلغ قابل توجهی پول و به هر کدام از سربازان سالخوردهش سهمی از زمینهای کشاورزی داد کلیه مالیات های معوق مالکان را بخشید و تمام اسناد بدهی به دولت را در ملع عام سوزاند. با استفاده از سرمایه‌ای که به او ارث رسیده و یا به دست آورده بود، پول سهمیه قله را پرداخت. مشاغل عمومی به منظور کاهش بیکاری و زیباسازی روم ایجاد کرد. کسری خزانه ملی را جبران نمود و مبالغ زیادی برای مستعمراتی که از مشیت الهی رنج می‌بردند فرستاد. مسلح به چنین برتری ها و نبوغی برای تغییرات تدریجی از سنا خواست که او را اولین فرد سنا بخوانند اما اندکی بعد مقام امیر را پیدا کرد 27 سال پیش از میلاد اکتاویان خواستار رها کردن مقام و وظایف و رسیدن به بازنشستگی و زندگی خصوصی شد سنا مصرانه تقاضا کرد این نقش را ادامه بدهد او پذیرفت و مقام امیر را تا آخر عمر به همراه داشت کمی بعد به او لقب مذهبی آگوستوس یا بخشنده ابدی را اعطا کردند و تاریخ او را بدین نام میشناسد مردم روم و ایتالیا این نوع پنهان از سلطنت آمیخته با فروتنی و ساده زیستی را پذیرفتند آنان دیگر به اندازه گذشته شیفته ی آزادی نبودند بلکه نگران امنیت نظم و صلح بودند و هرکه آرامش و سیری آنان را تضمین می, می توانست بر ایشان حکومت کند آنها تا حدودی میدانستند انتخابات نصف و نیمهی که دارند با فساد و خشونت از هم پاشیده است و دیگر نمیتواند بر امپراتوری حکم براند در این حالت جهان مدیترانه در نهایت بینظمی به پای اکتاویان افتاد تا بر آنها حکمرانی کند او واژگان و معانی جمهوری را نگه داشت و از این طریق به راحتی از آن گذر کرد و مرگ آن را در چشم دیگران هم آسان جلوه داد تصمیم گرفت که عضوی معمولی در سنا باشد اما عملا هیچ تصمیمی در آنجا اتخاذ نمیشد مگر با موافقت و رضایت او اجازه همکاری دو شورا را میداد برای عضویت در مجلس سیزده بار نامزد شد و برای جلب رأی کوشید و حتی رشوه داد این کار سنت شده بود و دیگران نیز انجام میدادند اعضای مجلس تا قرن پنجم انتخابی باقی ماندند اما وظایفشان بیشتر اداری بود تا اجرایی و بیشتر قدرتشان را به امیر دادند فساد سیاسی ادامه یافت اما چون نامزدها باید زمانت مالی میدادند که رشوه ندهند کاهش یافته بود با این حال آگوستوس در یک مورد حیاتی از این قانون تخطی کرد او سه گروه سرباز را تحت نظر خود در شهر و شش شهر اطراف گماشت تا نظم عمومی و قوانین خود را زمانت کند این گروهها عنوان گارد سلطنتی را دریافت کردند و در سال 41 پس از میلاد کلودیوس را به قدرت رساندند که همین سرآغاز دولت استبدادی او شد با وجود چنین اختیاراتی و با کمک مدیرانش که از طبقه تجار انتخاب کرده بود نظم را به اقتصاد و دولت بازگرداند مالکیت زمین را میان فقرا گسترش داد به کشاورزان مسئولیت پذیر وام‌های بدون بهره داد معادن راهها و جاده‌های تازه ساخت راهزنان و دزدان دریایی را سر جایشان نشاند قناتهایی را که آب روم را تأمین میکردند محافظت کرد و گسترش داد با توزیع گندم ارزان قیمت فقرا را راضی نگه میداشت های هیجانانگیز و بازیهای پرزرق و برق به راه انداخت با قوانین درست از حقوق طبقات بالا محافظت کرد و برای دیگران گرسنگی حرس رقابت و سرمایهگذاری آزاد در عرصههای تولید عرضه و تجارت را باقی گذاشت سرمایه شخصی و دولتی و استفاده از نبوغ مارکوس آگریپا برنامه ساخت و سازی به راه انداخت که بیکاری را از بین برد و این جمله او را محقق ساخت که روم را شهری آجوری یافتم و آن را به شهری از مرمر بدل ساختم. برای او بسیار ساده تر بود که برای بازسازی اخلاقیات رفاه مادی به وجود بیاورد. فروریزی عقاید کهن میان قشر تحصیل کرده پشتوانه معنوی ازدواج وفاداری و بچهداری را از بین برده بود گذر از مزرعه به شهر ارزش فرزند را به عنوان سرمایه تقلیل داده و آن را به مسئولیتی سنگین و اسباب بازی گران قیمتی بدل کرده بود زنان ترجیح می دادند از لحاظ جنسی دلپذیر باشند تا اینکه به عنوان مادر مورد احترام قرار بگیرند بسیاری از رومی های اصیل از قید و بند ازدواج گریزان بودند یا با استفاده از راههای پیشگیری از بارداری سخت جنین یا کشتار نوزادان خانواده های خود را کوچک کرده بودند آگوستوس علت این پدیده ها را افول قدرت والدین، نظم اجتماعی و شخصیت رومی می دانست. با استفاده از قدرتش از مجلس خواست قوانینی تصویب کند که ازدواج را زیر نظر دولت بیاورد و زنا از جانب زنان را با تبعید و مصادره یک سوم اموال و جهیزیه مجازات کند. گرچه زن نمی توانست از شوهرش به دلیل زنا با دیگری شکایت کند و مرد با معافیت از مجازات می توانست از همراهی با روسپیان قانونی بهره مند باشد. قانونی دیگر ازدواج را واجب و جریمه های نقدی برای مجردها وضع کرد و مشوق اجتماعی و مالی برای به دنیا آوردن و پرورش فرزندان قرار داد. تاریخ نگارانی مانند تاسیتوس از شکست این قوانین خبر می دهند. چون زنان و مردان راههایی برای شانه خالی کردن از آنها میافتند. بی اخلاقی جنسی تداوم یافت و حتی در کتاب آمورس اووید به شکل هنری توصیف شد که لازم بود متخصصان به کارآموزان یاد بدهند. شمار رومیان اصیل کمتر میشد و مهاجرانی که به خانواده و باورهای مذهبی نزدیکتر بودند روز به روز تعداد و قدرت بیشتری می آگوستوس بیشتر در قانون و نظمدهی به امپراتوری موفق بود و ساختاری قانونی طراحی کرد که تا دویست سال به آن عمل میشد او نیز مانند هر فرمانده رومی دیگری شروع به گسترش امپراتوریش از طریق فتح نقاط دیگر کرد تلاش های بیسمری برای فتح اتیوپی و عربستان داشت و پسرخانده هایش در وسوس و تیبریوس را برای تنبیه آلمانی هایی که در تلاش برای فتح گال بودند فرستاد و آلمان را تا رود الب فتح کرد اما نه سال پس از ظهور مسیحیت آلمانی ها سربازان رومی را فریب دادند و به تله انداختند و تک تک آنان را کشتند. آگوستوس تیبریوس را برای انتقام فرستاد ولی به وی دستور داد که از عرصه رود راین پیشتر نرود. پس از گسترش امپراتوری به بزرگترین صورتش از بریتانیا و اسپانیا تا دریای سیاه و رود فرات از فتوحات بیشتر دست شست و تصمیم گرفت جنگ را با قانونگذاری جایگزین کند. او قافلگیریش را این طور بیان کرد. اسکندر وظیفه بزرگتر ایجاد نظم در امپراتوریش را نادیده گرفت و تنها به فتح آن بسنده کرد. آرامش روم آغاز شد. زمان شعر با استقرار آرامش در تمام قلم روی امپراتوری روم کالاها و ایده صادر و اعتقادات و مذاهب وارد می شدند. در این دوره یونان، خاور نزدیک و مصر، این خالقان و وارثان ثروت و فرهنگهای متفاوت می نظم و نصرشان، باورها و شکهایشان، علم و فلسفه و هنرشان را به روم که تشنه دانستن و آماده پذیرش مذاهب، تجربیات سیاسی و سبکهای معماری تازه بود بیاورند. جوانی بسیار خجالتی به نام ورژیل سبک شعری توکریتوس را به زندگی مردمان سیراکیوز آمیخت. و منتخبات زندگی روستایی را در شش بیتی های آهنگی نوشت. میلیونر خیر مایکاناس به سراغش آمد تا از وی بخواهد در شعرهایش به جوانب به مهمتر مسئولیت ها و شادی های زندگی روستایی بپردازد. زمانی که اکتاویان از پیروزی های شکوهمندش بر آنتونی و کلوپاترا بازگشت، مایکاناس از او خواست در چهار روز به دو هزار بیت از اشعار ورژیل گوش بسپارد. اشعاری که در هماهنگی با امیدهای فاتح جوان برای بازگرداندن روم به زمینهای کشاورزی بود او به شاعر هدایایی شاهانه داد و ورژیل سپاسگزار از این لطف خود را بازنشسته کرد و به کنجی رفت و ظرف ده سال اثر شکوهمند خود آنئید را آفرید تا آنچه را ایلیاد هومر برای آخلیس و ترووا کرده بود برای آیناس و روم انجام دهد این نویسنده زریف بین در پنجه و یک سالگی پیش از آنکه شاهکارش را به اتمام برساند از دنیا رفت. آنید فاقد ساختاری منطقی است که البته منطق به ندرت با شعر همراه می شود. فاقد جریان نیرومند وقایعی که در ایلیاد آمده و همچنین عاری از تفکر مردانه اودیس است. لیک مجموعی متنوع از بخش های آهنگین است. قوت شدن گاه به گاه در دریای عمیق. در اینجا برای این مثال بخشی را میآورم که انگار به استقبال بهترین غزل کیتس رفته و پیشاپیش پیش رقیب آن شده است بلبل در سای سار سنوبر مرسیه میخواند بر فقدان فرزندانش که دروگر آنان را یافته و از لانه بیرون انداخته تمام شب میگرید نشسته بر شاخه ای ترانه حزننگیزش را از سر میگیرد و جنگل را از زاری غمناکش سرشار میسازد و البته داستان دیدو ملکه کارتاژ نیز هست داستان شورانگیز او در حصار بازوان قدرتمند آیناس و او که دیدو را ترک میگوید تا به دنبال سرنوشتش و بنا کردن روم برود و کشاکش وحشتناکش در لهیب آتشی که پایان کارش را رقم میزند هوراس آنید را هم همپای ایلیاد میداند قرون وسطا ورژیل را مانند افلاتون در صحبتهای پاتر به سان روحی ذاتا مسیحی پیش از ظهور مسیح میدید دانته از آن به عنوان راهنمایی در دوزخ برزخ و بهشت استفاده کرد پرسل بر دیدو آهنگ گذاشت و ولتر کار را با نامیدن آنید به عنوان برترین اثر ادبی دوران کهن تمام کرد یکی از زیباترین تصاویر خاص تاریخ ادبیات که در آن حسد عادیتر از عشق است باز به ورژیل مربوط می شود جایی که هوراس را به مایکاناس معرفی می کند. سی و چهار سال پیش از میلاد او به هوراس خانه بزرگ و مزرعی پربار در دهکده سابین در 88 کیلومتری روم داد. هوراس در نهایت آزادی بیان شروع به سرودن شش بیتی ای در تمسخر تیپ های مردم عادی روم کرد. برده خشمگین، نویسنده مغرور، پر روی لافزن، فیلسوف جویای نام، شرقی همه فنحریف، تاجر، آبر پیاده، مردی حوسباز که به دنبال زن دیگری است و همسرش به سطوح آمده در حالی که خود نیز در ارتباط با شخص دیگری است. به نظر می آید این تصویر واقعی روم بوده است. راست در حالی که از راحتی خانه 24 خوابش لذت می برد و در سه حمام استحمام می کرد کشاورز را در اوج کمال می دید که دور از افکار تجاری بر زمین آبا و اجدادیش شخ می زند. برای تکمیل رویاهایش اشعاری خطاب به و درباره معشوقهای خیالی یا واقعی می نوشت که در این اشعار از 13 نفرشان هم نام برده بود. با علم به توانایی های خود رسالی به نام هنر شاعری نوشت و در آن خصوصیات نوشته خوب را به نویسندگان تازه کار توضیح می داد. بشنوید شفافیت سراحت در هم آمیزی مطالب مفید با مطالب لذت بخش. هنر همان احساسی را در هنرمند ایجاد می کند که در مخاطب. اگر می خواهی من خواننده را به گریه بیاندازی اول باید خودت اندوهگین شوی. اما هنر تنها احساسات نیست. بلکه انتقال احساسات به نحوی درست و سازمان یافته است احساسی که در سکون تجلی یافته است این تفاوت هنر کلاسیک با رمانتیک است برای رسیدن به قالب درست شب و روز یونانی بخوانید از استفاده از کلمات جدید منسوخ یا بسیار طولانی دو به و نیمی بپرهیزید اگر نوشته شما این شرایط را دارد آن را برای هشت سال در جایی مخفی کنید اگر پس از آن هنوز رضایت شما را جلب می کرد منتشرش کنید اما به یاد داشته باشید که ممکن است با پختگی شما در آن زمان سازگار نباشد و مایه سرفکندگیتان شود اگر نمایشنامه می نویسید از قانون وحدت های سگانه تبعیت کنید وحدت عمل زمان و مکان زندگی و فلسفه را زیاد بخوانید زیرا بدون خواندن و فهم اینها ظرف زیبای شما همچون کوزه ای تو خالی و شکننده تر از آن است که بتوان از آن استفاده کرد. خراس از هنر خود و ماندگاریش اطمینان داشت. می گفت بنایی ساختم از برونز ماناتر و از قله اهرام رفیعتر هرگز به معنای واقعی نخواهم مرد هشت سال پیش از میلاد در حالی که اموالش به دست آگوستوس ضبط شده بود از دنیا رفت و کنار مقبره مایکاناس به خاک سپرده شد شاعر سومی در دوران آگوستوس میدرخشد یا در این مورد می توان گفت به طرز وحشیانه ای او را مورد توهین قرار می دهد. پابلیوس اویدیوس ناسو یا اوید خود را الگو و نمونه آن دست از رومی های اپیکوری ساخت که به قوانین امیر علیه آزادی جنسی اعتراض داشتند و سربازانی را که در سرزمین های بیگانه با مرگ دست و پنجه نرم می کردند حالان که می توانستند از زنان رومی جذاب بهرمند شوند به سخره می گرفت. پدر ثروتمندش که او را به پای تخت فرستاده بود تا درس قانون بخواند هنگامی که فهمید او شاعر شده شگفت زده شد اوید قرار بود بر مسند ناخوشایند قضاوت بنشیند در عوض کتاب شعری در متح رفتارهای بیقید و بند منتشر کرد پس از تجارب زیاد در روابط عاشقانه دستورالعملی برای دلبری از دیگران نوشت و نامش را هنر عشق گذاشت ولی قاطعانه از خوانندگانش خواست که آن را تنها در مورد روسپیان و بردگان به کار بگیرند آن کتاب و جلدهای بعدیش از نظر اقبال عمومی موفقیت آمیز بود و اووید را به شهرت و غرور رساند او می گفت اکنون من تمام جهان را در نوردیدم. دیگر مهم نیست که یک یا دو بدخواه درباره هم چه می گویند. نمی دانسی که از آن بدخواهان آگوستوس است که منتظر فرصتی است تا از قانون جولیان که 13 سال پیش از میلاد تصویب کرده بود علیه او استفاده کند. اووید زندگی مرفهی داشت و سه بار ازدواج کرد. شادی را در کنار فابیا یافت. سپس نسبت به او سرد شد و هفت سال پیش از میلاد مهمترین کتابش دگردیسی را نوشت که در آن با قالب تأثیر ششبیتی بیتی بعضی از آشناترین نمونه های تغییر را درباره اشیا، حیوانات، انسانها و خدایان به نظم درآورد. نمونههایی که تا زمان حاضر هم بسیاری از آثار هنری از آنها مایه گرفته و با استفاده از آن خود را در جهان هنر ماندگار کردند و سرآخر نویسنده مغرور فناناپذیری خود را اعلام می دارد او می گوید من در طول اثار خواهم زیست این پیشمینی او محقق نشد و در هشتمین سال پس از میلاد و در پنجاه و یک سالگی خودش حکم ملوکانه را مبنی بر تبعیدش به تومی شهری سرد و مرتوب در سواحل رومی دریای سیاه دریافت کرد او اغلب از آنجا اشعاری به همسر و دوستانش میفرستاد که بعدها در کتاب تریسیتا جمع آوری شدند در آن ساحل محسون به گرمی زنان ایتالیا و آبی آسمانش میاندیشید قلبش شکسته بود و اشعارش که هنوز قالبی زیبا داشتند عمقی عاطفی یافتند که پیش از آن به ندرت در آثارش دیده میشد او برای اعمالش تقاضای بخشش کرد اما پاسخی نگرفت و هفده سال پس از میلاد در تبعید مرد باید چیزی دوست داشتنی در وجود او بوده باشد زیرا همسر سومش که تا آخر کنارش ماند پس از مرگ او نیز تا پایان عمر به او وفادار بود امیر فانی مردی که سخنانش از یورک تا بلبک و کادیز به قانون بدل شده بود تمام مدت زندگی ساده ای داشت از تجملات و درآمد سلطنت دوری می جست لباس های می پوشید که همسرش در خانه می دوخت و در اتاقی کوچک که مقر هورتنسیوس سخنبر بود می خوابید. آگوستوس آنقدر انسان ساده ای بود که یک گول که برای کشتنش آمده بود باور نکرد که او همان حکمرانی است که به سراغش آمده تقریبا در تمام طول زندگیش از بیماری های کرم حلقوی، آرتروز، تیفوس، زوکام، سنگ مسانه و بیخوابی رنج می برد. در پاره اوقات آنقدر ضعیف بود که نمی توانست سوار اسب شود و باید بر تختی روان او را به میدان نبرد می بردند. پس از انجام درمان های متعدد خود را با حمام‌های های گوگرد و رژیمی مبتنی بر نان خشک، پنیر، ماهی و میوه درمان کرد. آن زمان 35 سال داشت و تا 76 سالگی زیست. در شخصیتش عناصری متضاد وجود داشت که بر اساس شرایط هر کدام در او به چشم میخورد. در جوانی غرق شادی و ثروت در میان خانواده و مورد لطف و توجه سزار بود. او نیز در بیقیدی اخلاقی زمان خود شریک بود. سپس محزون از حمله به سزار با آنتونی بر ضد بروتوس هم دست شد. اما حرص سیری ناپذیر آنتونی و رفتار بسیار بد او با همسرش اکتاویا، خواهر اکتاویانوس، اکتاویانوس را به دشمنی بیرحم برای وی مبدل ساخت. زمانی که در سی سالگی ارباب روم شد شخصیت او در رفاه کامل قوام خود را پیدا کرد قدرت بیش از آن که او را فاسد کند متوازش ساخت او گرفتن مناسب بسیاری را بر خود میپسندید اما به دنبال شهرت نبود به کنایه زنان منتقد و شاعرانی که مدحش میگفتند فقط لبخند میزد به عنوان قاضی با رحم و خرد حکم میداد در سالهای آخر عمرش سلسله از اتفاقات ناخوشایند او را تلخ و عبوس کرد باید ضعف جسمانی و اندوه پیریش را در نظر بیاوریم پیش از آنکه وی را به عنوان شکستهنده آنتونی ببینیم شکست ها و غصه هایش بیشتر متوجه زندگی خانوادگیش بود به نظر دختر زیبا و با نشاتش جولیا میبایست نور چشم پدر در دوران کهولتش باشد ولی هیجان و خونگرمی ذاتی او باعث میشد که با قوانین پدرش در مورد ازدواج پرورش فرزندان و اخلاقیات مخالف باشد در چهارده سالگی ازدواج کرد و در شانزده سالگی بیوه شد و چنان از این آزادی لذت می برد که پدر فلفور او را مجبور به ازدواج با دوست محبوبش آگریپای چهل ساله کرد. جولیا برای وی پنج فرزند به دنیا آورد اما پس از مرگ آگریپا اشاقی تازه یافت که بزرگترین رسوایی برای رومی شد که تحت قوانین سفت و سخت جولیان بود پس از آن باز هم به اجبار به عقد پسرخوانده پدرش تیبریوس درآمد اما اشاقش را رها نکرد و تیبریوس از دست او به رودس عظیمت کرد تا فلسفه و ستاره شناسی بیاموزد دوستان آگوستوس به وی متذکر می شدند که زنان زناکار باید دادگاهی شوند و اگر شوهرش این کار را نکند پدرش باید پیش قدم شود. دو سال پس از میلاد آگوستوس طی حکمی دخترش را به جزیره پانداتریا سخری لمیزره در سواحل کامپانیا تبعید کرد. بسیاری از جمله تیبریوس به آگوستوس التماس کردند که جولیا را ببخشید ولی او نپذیرفت و جولیا پس از شش سال در تبعیدگاهش از دنیا رفت. در این حال دختر جولیا که او نیز جولیا نام داشت اخلاق مادرش را به ارث برد چنانکه آگوستوس او را نیز به جزیره در دریای آدریاتیک تبعید کرد حاکم در هم شکسته و سال خورده اکنون در انتظار مرگ نشسته بود مرگ در هفتاد و دو سالگی به آرامی به ملاقاتش آمد این دولت مرد بزرگ رومی به دوستانی که کنارش بودند جمله‌ای گفت که معمولا در انتهای های رومی گفته میشد چون نقش هم تمام شده دست بزنید و من با تشویقتان از صحنه خارج می شدم. و همسرش را در آغوش گرفت و گفت پیوند دراز مدت من را به یاد داشته باشت لیبیا بدرود و با این خداحافظی ساده از دنیا رفت چند روز بعد پیکرش بر شانه های سناتورها به گورستانی بیرون از روم برده و در آنجا سوزانده شد و کودکان نجیبزاده بر وی سرودهای ماتمگونه خواندند فصل دوازده هم. نرون و آرلیوس نرون حد فاصل مرگ آگوستوس تا حمله آدواکر به عنوان اولین حاکم غیر ایتالیایی روم امپراتوری از فساد داخلی و گزند بیگانگان در امان بود. تیبریوس که به عنوان پسرخوانده آگوستوس قدرت را در دست گرفته بود به خوبی حکومت کرد. تا آنکه مشکلات خانوادگی وی را دگرگون ساخت و ابرهای قدرت مطلق بر ذهن او سیطره یافتند خالیگولا با جلب حمایت مردم برخاست، اما ظلم و ستم روا داشت و همین به قتل او انجامید. کلودیوس با حکومت عالی و نوشتن کتاب های فلسفه، تاریخ و زندگی نامه روم را به حیرت واداشت. اما سوتونیوس میگوید در عشق ورزی به زنان افرادگر بود. در منابع غیر موثق آمده که همسر چهارمش مسالینا هم که به عیاشی و فساد شهره بود برای آنکه دل همسرش را به دست آورد برای او معشوقه دست و پا می کرد و این گونه زوج بیبند و بار به خوشی و خورمی در کنار هم می زیستند. پس از آنکه یک سرباز مسالینا را به قتل رساند او با آگریپینا ازدواج کرد که صاحب فرزندی به نام نرون بود. او از کلودیوس خواست نرون را به عنوان پسرش قبول کند این زن در نهایت قارچ سمی به امپراتور خوراند کلودیوس مرد و نرون در 17 سالگی تاج و تخت را به دست گرفت نرون مشهورترین امپراتور روم شد زیرا به اشتباه فکر میکرد که وظیفه دارد روم را به آتش بکشد و به همین خاطر مرتبا نمایشهایی از ها و شگردهای هنری خود برگزار میکرد با این حال تراجان بزرگ پنج سال ابتدایی حکومت نرون را بهترین دوره تاریخ امپراتوری می نرون با علم به پایین بودن سنش تمام اختیارات را به جز اداره ارتش به سنا سپرد. او سنکا را راهنمای خودش برگزید و قول داد که در طول زمامداریش خصلت رحم را که سنکای فیلسوف در کتابش کلمنتیا شهر داده بود همواره با خود داشته باشد. گرچه وقتی فهمید مادرش بران است تا حکومت را به پسر دیگرش بریتانیکوس بدهد گفته شده است که نرون او را مسموم کرد با این حال پنجاه سال اول امپراتوری در رفاه گذشت فساد از میان رفته بود دیوان سالاری اداری پیشرفت کرده بود دریای سیاه از لوس وجود دزدان دریایی پاک شده و پارتها عهدنامه صلح را امضا کرده بودند که پنجاه سال دوام یافت می شود گفت رهبر آن دوره پنجاه ساله آرامش سنکا بود. او برای دورماندن نرون از دستیسه های احتمالی به وی اجازه داد که به طور کامل پایبند اخلاقیات نباشد. جوان با شیفتگی بسیار به مهمانی های پرزرغ و برق مردان همجنسگرا و روسبیان بزرگ شد. از همسر مهربانش اکتاویا جدا شد و با پوپیا سابینا ازدواج کرد که نیمی از روز را صرف آراستن خود و نیم دیگر را صرف خواسته های مهیجش می کرد. انگامی که مادر نرون با پوپیا به ناسازگاری و مخالفت پرداخت پوپیا نرون را به کشتن آگریپینا تحریک کرد. نرون با نگاه به جسد مادرش گفت نمیدانستم چون این مادر زیبایی داشتم. داستانهای این جوان 22 ساله با عشقی آگاهانه به شعر، نمایش، موسیقی، هنر و بازیهای ورزشی باور کردنی نیست. تمام این علایق را با تلاشی خستگی ناپذیر دنبال کرد و در بعضی از آنها تا مرحله استادی پیش رفت. هنرمندان و شاعران را گرد خود جمع می کرد و آثار خود را با آنان مقایسه می کرد. 64 سال پس از میلاد کنسرتی در ناپل ترتیب داد و چنگ نباخت. و سال بعد کنسرتی در تئاتر پومپی در روم گذاشت و این بار چنگ نواخت و خواند. روی صحنه های نمایش می آمد و مورد تشویق مردم قرار می گرفت. با مشاهده اینکه شهرهای اسکندریه و انتاکیه با نقشه های بسیار دقیق بنا اند تأسف می خورد که روم چقدر تصادفی ساخته شده و در هر جا خرابه ای به چشم می خورد. آرزو داشت روم را از نو بسازد و آن را نروپولیس بنامد در 18 ژوئیه سال 64 میلادی آتش سوزی ورزشگاه بزرگ روم آغاز شد به سرعت گسترش یافت نه روز ادامه داشت و دو سوم روم را به نابودی کشاند وقتی خبر آتش سوزی را شنید در آنتیوم 50 کیلومتری روم بود با عجله خود را به پایتخت رساند و هر آنچه توانست انجام داد تا دامنه آتش را محدود و آن را خاموش کند او شهری چادری در خارج از روم بنا کرد و غذای آوارگان را از شهرهای مجاور تأمین کرد. او به غلط به شعلور کردن آتش و تماشای آن از فراز برج و خواندن سوک سروده های مربوط به ترووا در حین تماشا متهم شد. طبق گفته های تاسیتوس وی گروهی از مسیحیان را که سه سال پیش در آنجا معوا گزیده و پتروس و پل حواری نیز از شمار آنان بودند در این ماجرا مقصر میدانست مورخان ضد امپراتوری میگویند نرون آنان را به فجیعی ترین شکل ممکن اعدام کرد سپس طبق رویایی که در سر داشت شروع به بازسازی شهر کرد برخی از زندانیان ادعا کردند که سنکا و لوکان شاعر نیز با آنها همدست بودند نرون به آنها دستور داد خودکشی کنند و آنان اطاعت کردند. او اکنون در اوج قدرت به نظر می رسید. در سال 66 میلادی به قدری احساس امنیت می کرد که ایتالیا را برای شرکت در مسابقات ملی یونان ترک کرد. او در المپیا عرابه چهار اسبه را هدایت می کرد. در جریان مسابقه از عرابه به زمین افتاد. به شدت مجروح شد. دوباره به عرابه بازگشت. بازی را ادامه داد. پیش از خط پایان از شدت ضعف از مسابقه دست کشید اما جایزه پیروزی را گرفت و یونان را از ارسال خراج سالانه معاف کرد دیگر اینکه به مسابقات پیتیا، نیمیا و استونیا رفت و به عنوان خواننده، نوازنده چنگ، بازیگر و ورزشکار به رقابت پرداخت. او معمولا پیروز میشد و به رقبای شکست خوردش شهروندی روم را اعطا کرد. سرمست از این فتوحات به او خبر رسید که یهودیه به شورش می و تقریبا تمام غرب در حال قیام علیه او هستند. در سال 68 ویندکس حاکم لیون و گالبا فرمانده ارتش روم در اسپانیا نیز به شورشیان پیوستند. نرون گارد ویژه امپراتوری را برای دفاع فراخواند، اما گارد جانب گالبا را گرفت و سنا نیز او را امپراتور را اعلام کرد. نرون از دوستان نزدیکش کمک خواست اما هیچ کدام به یاریش نیامدند. پس به امید یافتن همراهانی وفادار به سمت استیا گریخت و در راه سربازان سنا او را محاصره کردند در آن حال تلاش کرد با خنجر گلوی خود را ببارد اما دستانش لغزید و یکی از شورشیان این کار را برایش انجام داد او چنین نالید چه هنرمندی در من می میرد سقوط مرگ نرون حد اعلای روم اپیکوری را نشان می دهد. همچنان که مرگ کاتو بازرس 149 سال پیش از میلاد اوج روم رواقیگری را پس از مرگ کاتو فتح یونان و سرزمین های غربی کشور یونان و باز شدن شریان های اقتصادی و فرهنگی که دو قرن پیش با فتوحات اسکندر گشوده شده بود باعث شد که همراه مالیات، مردم و طرز لباس پوشیدن و فلسفه ها و ادیان مردم شرق به روم بیاید و نیروی رواقیگری آن را به آسانگیری اپیکوری بدل کرد. یونانی ها، سوری ها، یهودی ها، مصری ها،, ها، اتیوپیایی ها و غیره. جوبنال شاعر تنزپرداز می‌گوید، می گوید، أورنتز که رودی در سوریه بود حالا مستقیم به تیبر می ریخت و تاسیتوس سناتور مغرور هم روم را فازلا به عالم می اقوام از راه رسیده فضایل بسیاری با خود به همراه آوردند خانواده برای یهودیان همچون پیله مستحکم بود و مسیحیان کم تحت محاصره با دلرحمی و نجابتشان رومیان را به شگفتی وا می داشتند. اما بسیاری از این اقوام خارجی وقتی از ریشه های ملی و انضباطشان جدا شده با اخلاقیات بیگانه که باورهای آنان را به چالش می کشید دست به گریبان میشدند. اعتقاداتشان سست میشد. بدینسان گونهگونی قوانین اخلاقی پیوند نژادی و گردباد عقاید مختلف اهداف و راههای گوناگون احتمالا در ترکیب با ثروت سرازیر شده به روم همانقدر موجب بیقیدی اخلاقی در زندگی شد که منجر به شهوترانی افسار گسیخته اوید هوراس و مارتیال و انحرافات و جرایم نرون و های ملکه های روم شد جالب ترین قسمت ظهور ناگهانی با مسئولیت ترین و رواقی ترین حاکمان در دومین قرن عصر پس از آگوستوس است. پادشاه فیلسوف قضاوت گیبان را بخوانید اگر کسی بخواهد از دوره ای نام ببرد که در آن شرایط برای شادترین و سعادتمندانه ترین روزگار بشر مهیا شده باشد، بیشک از دوران ما بین فرمان نرووا تا مرگ آرلیوس یاد خواهد کرد. اتحاد این دو در فرمانروایی روایی احتمالاً تنها دوره در تاریخ است که شادی مردم یگانه هدف دولت ها بود. ارنست رنان با این گفته موافق است او میگوید برگزیدن شیوه سلطنت در روم برترین شکل تحقق حکمرانی خیر و خوبی بود که عالم تا به حال به خود دیده است این عصر را آگوستوس بنا گذاشت پس از مرگ نرون کنار گذاشته شد و توسط نرووا زمانی که تراجان را به عنوان ولیعت به فرزندی پذیرفت احیا گردید سنا این اصل را به این شرط پذیرفت که شخص معرفی شده پیشتر به عنوان فردی با توانایی وزارت و عضویت در ارتش شناخته شده باشد این اصل به خوبی جواب میداد چون نرووا تراجان هادریان و آنتونینوس پیوس هیچ کدام پسری نداشتند و زمان کافی برای انتخاب و آماده سازی هر که را میخواستند داشتند مارکوس کاسیوس نرووا 66 ساله بود هنگامی که سنا او را شاهزاده اعلام کرد او ضمن تقسیم زمین ها میان فقرا بسیاری از مالیات ها را لغو و یهودیان را از کار اجباری آزاد کرد و با در دست گرفتن اقتصاد تجارت را رونق بخشید. سه ماه پیش از مرگش مارکوس اولپیوس تراجانوس را به عنوان ولیعت اعلام کرد. تراجان آنقدر امپراتوری را دوست داشت که آن را گسترده و گسترده تر میخواست و بیشتر دوران بزرگسالیش را صرف توسعه و حفاظت از آن کرد. او داسیا یا رومانی کنونی را به عنوان بخشی ضروری برای کنترل دانوب بهترین مرز میان آنها و بربرهای رو افزایش فتح و جذب امپراتوری کرد زبان لاتین را به داسیا برد و در عوض معادن طلای آن را گرفت با چنین ثروتی به همه شهروندان ثبت شده رومی 650 دناری معادل 260 دلار داد آمفیتئاتر نیمه تمام ورونا و بازار تروجان و در آنجا تاق پیروزی و ستونی با متن کندکاری شده از شرح پیروزیهایش را به یادمان پیروزیهایش برپا کرد تا قرنها بعد الهامی برای ناپلئون باشد. در سال 113 بار دیگر سربازانش را با خود همراه ساخت تا پارت را فت و مسیری تجاری به هندوستان باز کند. بخشهایی از ارمنستان آشور بین و نهرین و پارت را فتح کرد و زفرمندانه راه خود را به دریای سرخ گشود سپس دچار سکته مغزی شد و در سالی نوس به سال 117 پس از انتقال قدرت به برادرزادش پابلیوس آیلیوس هادریانوس از دنیا رفت هادریان نیز مانند تراجان در اسپانیا به دنیا آمده بود اما در همه چیزهای دیگر با او تفاوت داشت از جنگ نفرت داشت عاشق سگ اسب شکار ادبیات فلسفه و بسیاری هنرها بود استقلال را به ارمنستان آشور بین رودان و پارت بازگرداند پس از بازگشت به روم دولت را سامان داد تمام بخشهای آن را تحت نظر گرفت و همانند ناپل اون که بسیار از روم آموخت به رئیس هر سازمان آموزشی کامل در آن زمینه داد در رأس هر سازمان کسی را به عنوان محافظ سرمایه قرار داد تا فساد یا دسیسه ها را شناسایی کند به عنوان قاضی دادگاه عالی امپراتوری به قاضی عادل و دانا که حق فقرا را از ثروتمندان و حق ذعفا را از اقویا میگیرد شهرت یافت تحت نظارت او امپراتوری از ادوار قبل و بعد بسیار بهتر اداره می شد. هادریان خستگی ناپذیر و سرشار از ایده های نو برخی عوایدی را که ثروت مستعمرات برای روم به بار آورده بود به با آنها بازگرداند برای ساکنان گال که از بلایای غیرمنتظره آسیب دیده بودند کمکهایی فرستاد خط دفاعی را در مرزهای آلمان که هیچگاه از حمله بربرها عبارتی که رومیها درباره هر کسی خارج از امپراتوری به کار می بردند، در امان نبودند تقویت کرد. از طریق رود راین به دریای شمال و سپس به بریتانیای رومی رفت. آن را با دادن اعاناتی آرام کرد و دیوار هادریان را در شمال آن ساخت تا در مقابل اسکاتلندی های پرشمار و شکست خورده از آن حفاظت کند. پس از استراحت زمستانی در روم با کشتی راهی شمال آفریقا شد تا شهرهای در حال توسعه آن را قانونمند کند. در سال 124 به بخش‌های شرقی یونان رفت و در هر توقفی به شکایات و تقاضاها گوش می‌سپرد و برای ساخت معابد، تئاترها و حمام‌ها سرمایه‌گذاری می‌کرد. زمستان سالهای 125 و 128 را در آتن به معاشرت با دانشگاهیان و فلاسفه گذراند و این کانون هوشمندان را بسیار زیباتر و مرفهتر از آنچه تاریخ به چشم دیده بود ساخت. در سال 130 به مصر رفت. در آنجا نسیم الهیات و اصول دانشگاهی را در اسکندریه احساس کرد و برای تفریح با همسرش سابرینا و دوست خوشسیما و وفادارش آنتینوس به بالادست نیل رفت. دوست جوانش در آن سفر غرق شد و هادریان غرق حزن و اندوه به روم بازگشت. پس از آن خود را وقف ساخت و سازهای بیشتر در پایتخت کرد. ساختمان پانتنون که آگریپا 27 سال پیش از میلاد ساخته بود در آتش سوزی های سالهای 80 و 110 تقریبا نابود شده بود هادریان به معماران و مهندسانش دستور داد آن را با معبدی مدور به قطر 40 متر با ستون که وزن سقف را تقسیم میکردند و نیز نوری منحصر به فرد از دایره به قطر 9 متر در گنبد ساختمان جایگزین کنند این معماری با شکوه گنبدی شکل در واقع جد ساختمان سنت پیتر روم و حتی امارت کنگره آمریکا در واشنگتن است. شورش یهودیه در سال 135 او را دگرگون کرد. زانپس برای صلح دراز مدت فرمان که به خطر افتاده بود سوگواری می کرد. در آن سال به بیماری طولانی مدتی دچار شد که سلامتش را به خطر انداخت و سرش را پریشان ساخت و باعث بیدادهای گاه و بیگاه او شد. به منظور جلوگیری از جنگ بر سر تاج و تخت، دوستش لوسیوس وروس را به عنوان جانشین معرفی کرد. وروس خیلی زود از دنیا رفت. هادریان او را با مردی شهره به شرافت و خرد، یعنی تیتوس آرلیوس آنتونینوس جایگزین ساخت و وی را نصیحت کرد که دو جوان را به فرزندی بگیرد و به آنها آموزش قضاوت بدهد. یکی از آنان پیش از مرگ آنتونینوس مرد و دیگری مارکوس آرلیوس بود. هادریان در سال 138 در 62 سالگی از دنیا رفت اما 21 سال حکومت و پیشرفت امپراتوری در نظر و عمل و نیز سه حاکمی که مرفه ترین سالهای تاریخ را رقم زدند از خود بر جا گذاشت تیتوس آرلیوس آنتونینوس از سوی سنا پیوس نام گرفت زیرا فضایل مورد احترام در جمهوری قدیم در او به حد نهایت بود احترام به والدین، میهم وفاداری نسبت به دوستان، نگاهی گشاده به زمان و نیز سخاوت در مال. او حکومت خود را با ریختن سرمایه شخصیش به خزانه امپراتوری آغاز کرد. مالیات های معبقه را بخشید، هزینه برگزاری بازی ها را داد و کم بود روغن، گندم و شراب را با خرید و توزیع آنها به صورت رایگان جبران کرد. حساب و کتاب مخارج و هزینه هایش را در ملع عام انجام میداد. مجازات زنا را برای زنان و مردان یکسان و اربابان ظالم را از داشتن برده محروم کرد از سرمایه های ملی برای توسعه آموزش به ویژه برای فقرا استفاده کرد و برای معلمان سرشناس و فلاسفه زندگی مرفهی همانند سناتورها را ساخت تمام مستعمرات به جز مصر و داسیا تحت حکومت او رشد کردند و از اینکه بخشی از امپراتوری بودند که برایشان نظم اجتماعی و صلح به بار میآورد خرسند بودند نویسندگان مستعمرات استاربو فیلو پلوتارک آپیان اپیکتتوس حکومت روم را میستودند و آپیان به ما اطمینان میدهد که سفرهای کشورهای دیگر به شدت به دنبال راهی بودند تا کشورهایشان را تابع روم سازند پیش از آن هیچ سلطنتی هرگز تا این حد انسان را آزاد نگذاشته و برای حقوق متفاوت او احترام قائل نشده بود. رنان می نویسد به نظر می رسید آرمان جهان تحقق یافته. خرد حکومت می راند و برای 23 سال جهان روم توسط یک پدر اداره می شد. آنتونینوس در 74 رومین سال زندگیش به شدت بیمار شد. پسرخاندهش مارکوس را به بستر خود فراخواند. مراقبت از امپراتوری را به وی سپرد و شعار کلیدی خود را با او در میان گذاشت سپس انگار به خواب برود از دنیا رفت سال 161 تمام طبقات اجتماعی و شهرها در ادای احترام به او با هم رقابت میکردند رنان میگوید آنتونینوس که بدون شک بهترین حاکم دنیا بود مارکوس آرلیوس را وارث خود برگزید به نظر میرسید او تمام خصایل نیکوی سلف خود را داشت به علاوه صفات دیگری که آنان را به پدر بزرگ و مادر بزرگ خوب، والدین خوب، خواهر خوب و همراهان خوب نسبت میداد. اما زمانه در کفه دیگر ترازو همسری بی وفا و بی اخلاق به او داد که وی هرگز بی احترامیش نکرد و پسری بسیار بی خاصیت که هرگز نتوانست دوستش بدارد. او قدردان کتاب بود که به وی منطق و ستاره شناسی آموخت و از خرافات رهایش ساخت و زندگی ساده و در تعادل با طبیعت را به وی آموزش داد. در دوازده سالگی ردای کهنه فیلسوفان را می پوشید. بر توده کوچکی از کاه روی زمین می خوابید و تا مدتی طولانی در مقابل خواست مادرش برای داشتن معلم خصوصی مقاومت کرد. او پیش از آن که مرد شود یک رواقی بود. قدردانی می کند که از جوانی هم بهره بردم پیش از آن که باید مرد نشدم اما بیش از آن که باید نیز آن را به تعویق نینداختم. از برادرش سرس تشکر کرد که به دو آموخت قانون باید برای همه یکسان باشد. حقوق برابر، آزادی بیان و حکومتی شاهانه که بیش از همه به آزادی مردم احترام بگذارد. او تصمیم گرفت که بر اساس شرایط و نه قانون حکومت کند. به خود اجازه استفاده از هیچ نوع تجملات را نمیداد. تمام وظایف حکمرانی را شخصا انجام میداد و خود را با همیشه حیو حاضر بودن فرسوده کرد. خیلی زود همه او را به عنوان رویای تحقق یافته افلاتون شناختند. فیلسوفی پادشاه شده بود. شهرت او به عنوان فیلسوف باعث یورش بربرها به مرزهای روم شد. در سال 167 قبایل شمال دانوب از رود گذشتند و در حمله ناگهانی به لژیون‌ها یورش برده و آنان را شکست داده و عقب راندند. مارکوس کتابهایش را کنار گذاشت و ارتشی تازه متشکل از گزمه های شهری، گلادیاتورها، راهزنان و بردگان گرد آورد. آنان را آموزش داد، استراتژی آموخت و به سوی پیروزی راه نمود و وقتی به روم بازگشت با مشکلات جانشینی مواجه شد. امیدوار بود که به پسرش فلسفه و حکومت بیاموزد، اما جوان از زیر مطالعه در میرفت و تمایل به گلادیاتورها داشت. به زودی همراهیش با گلادیاتورهای جنگاور به رفتار خشونت آمیز و درشتگویی در او منجر شد. در این موقع شمار رومیان بومی به دلیل میل به راحت طلبی و ناباروری کم و کم تر می شد در حالی که بربرها به خاطر زندگی دشوار و باروریشان زیاد میشدند. در حدود سال 168 امپراتوری در نقاط مختلف توسط چاتی، مارکومانها، مورها، سرمتیها، کوادیها و یازیکها مورد حمله قرار می گرفت. بعضی از آنان تا 20 کیلومتری آتن پیشروی کردند. بعضی به اسپانیای رومی یورش بردند. بعضی از آلپ گذشتند و به ونیز و ورونا یورش بردند و در سرزمین های پربار شمال ایتالیا ساکن شدند. طی این سالها مارکوس همواره مورد حمله های دردناک در ناحیه شکم قرار می گرفت. بیماری که در مقابل انبا و اقسام درمان های جالینوس ایستادگی می کرد. رنجور با ریشی به هم ریخته با چشمان بیفروغ از استراب و بیخوابی امپراتور تنها از راه های متمدنانه قدم به سوی وظیفه ناخوشایند خود جنگ گذاشت. در طول این جنگ و در کنار دانوب بود که مارکوس در کشاکش نبرد کتاب کوچک تأملات را به زبان یونانی نوشت که البته خودش همیشه از آن با عنوان به خودش یاد می کرد. در آن اثر تلاش داشت خلاصه ای از آنچه از ابتدا تا انتهای زندگی به دست آورده بود بنویسد. آرلیوس اعتقادش را به مذهب رسمی روم از دست داده و هیچ کدام ادیان شرق را نیز باور نداشت. اما نشانه ها و اشکال زیادی از نظم در طبیعت یافت که باعث شد به وجود خردی رازآمیز در جهان پی ببرد. فکر میکرد که همه چیز در طبیعت هدفی دارد. او با دیدن نظم جهان منطق یک ذات کل را در می یافت و اینکه هر جزی از طبیعت با شادی به سوی سرنوشت قایی خود در حرکت است. و کلام کلیدی آنتونینوس که می میگفت متانت پذیرش داوطلبانه چیزی است که از سوی طبیعت جهان شمول بر عهده تو گذارده شده است ای جهان آنچه با من در تعادل است تو را به تعادل میرساند هرچه تو برای من بخواهی برایم زود یا دیر نیست او به ناگهان پذیرفت که در دنیا انسانهای بد وجود دارد نحوه برخورد با آنان این است که بپذیریم آنها نیز انسانند که به دلیل شرایط قربانیان بیچاره اشتباهات خیشند. او می گفت اگر کسی با تو بدی کرد آن بدی به او بر می گردد. او را ببخش. آیا فلسفه او غیر عملی به نظر می رسد؟ او می گفت در مقابل هیچ چیز به اندازه خلق خوش شکست ناپذیر نیست. اگر خالصانه باشد. یک مرد به راستی خوب در مقابل بدبختی ایمن است. زیرا هر بدی که برایش اتفاق بیفتد روح او را تغییر نمی دهد. فلسفه منطق یا آموزش نیست فهم و پذیرش است ای مرگ این را نیز به عنوان چیزی طبیعی و ضروری بپذیر زیرا جهش و نابودی اجساد جا را برای جسمهای دیگری که آنان نیز محکوم به فنا هستند باز می کند تا ارواح که پس از مرگ باقی میمانند به شکلی دیگر درآمده و به خرد اولیه بازگشته و فضا را برای ارواح تازه خالی نمایند تو به عنوان یک جز وجود داری پس باید در آن چطور را به وجود آورده ناپدید گردی. این نیز خواست طبیعت است. پس این زمان کوتاه را با آرامش به طبیعت بازگردان و سفر را با خوشنودی به پایان برسان. همچون زیتونی که چون رسید شاکر طبیعتی که او را خلق کرد و درختی که او را رشد داد از شاخه فرو میافتد. او به هیچ امیدی به زندگی پس از مرگ و بیاعتماد به وارسش با مرگ روبرو شد. شش سال به جنگ در شمال ادامه داد و با پیروزی در سال 176 به عنوان منجی امپراتوری به روم بازگشت. میدانست که این پیروزی موقتی است. بنابراین دو سال بعد به با آنجا بازگشت تا جلوی سیل آلمانها را بگیرد. او در آنجا و در حالی که عشق به فرزند را به اصل انتخاب ولیه ترجیح داده بود از دنیا رفت. کومودوس فعالیت های طولانی مدتی را علیه امپراتوری روم آغاز کرد و مسیحیان که در میان توده خود را مخفی کرده بودند صبورانه به انتظار پیروزی نهایی مسیح نشسته بودند فصل سیزده هم. مسیح بشری منابع آیا تا کنون با این پرسش روبرو شده اید که آیا عیسی واقعا وجود داشت؟ آیا سه کتاب ابتدای عهد جدید تنها بازگویی یک افسانه است؟ در اوایل قرن هجدهم ویسکونت بولینگ بروک با پیش کشیدن این امکان که عیسی وجود نداشته ولتر را مبهوت کرد والنی در کتاب معروفش ویرانه های امپراتوری در سال 1791 مجددا به این سوال پرداخت زمانی که ناپل اون با ویلند ملاقات کرد سوالی درباره سیاست یا جنگ از او نداشت تنها پرسید آیا به تاریخی بودن مسیح باور دارد یا خیر در سال 1840 مورخ آلمانی فردیناند کریستین بور سلسله کتابهایی به شدت بحث برانگیز را منتشر کرد که به دنبال تصویر کردن مسیح به عنوان افسانهای همتای اوزیریس، دیونوسیوس و میترا بود. من در میان محققان سرشناس کس دیگری را نمیشناسم که هنوز به چنین دیدگاههایی معتقد باشد. هرچند بسیاری از داستانهای مربوط به خدایان دوره شرک مانند داستان سمرد خردمند توسط مردم و بدون مجوز کلیسا به انجیلهای متا، مرقس و لوقا افسوده شده. در انجیل مرقس بخش که در فاصله سالهای 65 تا 79 نوشته شده از قلم افتاده است. زیرا سایر حواریون هنوز زنده بودند و می با او مخالفت کنند. به نظر نمی رسد که پولس قدیس هرگز در وجود مسیح مسلوبی که حواریون زندگیشان را وقف او کرده بودند شک داشته باشد. اینکه تعدادی مرد ساده طی چند سال شخصیتی قدرتمند و تأثیرگذار همانند عیسی را معرفی کنند معجزه فراتر از همه آن چیزهایی است که در انجیل ها آمده است پس از دو قرن انتقاد شدید کلیت زندگی شخصیت و آموزه های مسیح تا حد زیادی شفاف باقی میماند و زوایای بسیار خارق‌العاده‌ای به های انسان غربی می‌بخشد. پسر انسان ابتدا باید زمان و مکان تولد مسیح ارتباط سرزمین و مردم او با امپراتوری روم که آنان را بخشی از خود ساخت خشم ملتی شکست خورده کولهبار پرغرورشان از تاریخ همچون مذهب قانون ادبیات و فلسفه امید بسیارشان برای آزادی و رویای پادشاهی را که آزادی، عدالت و شکوه به همراه بیاورد، دریابیم. اثر تمام اینها بر روحی حساس و فهیم پسر نجار را به وجود آورد و او را به سوی صلیب رهنمون ساخت. شوخی تاریخ این است که او سه یا چهار سال پیش از مسیح به دنیا آمد، و بر اساس انجیل متا باب دو آیه 15 پیش از مرگ شاه هیرود بزرگ که چهار سال پیش از میلاد مرد او اهل بیت و در یهودیه بود و برخی نیز میگویند اهل ناصره در جلیله. همان انجیل نسبت او را از طریق یوسف شوهر مریم به شاه داوود میرساند که با اعتقاد یهودیان مبنی بر اینکه مسیحی که اسرائیل را بازسازی میکند و شکوه را بدان باز میگرداند از نوادگان داوود است سازگاری دارد. اما متا می زمانی که مریم با یوسف نامزد بودند پیش از آنکه آمیزشی داشته باشند او با فرزندی از روح القدس پیدا شد انجیل متا باب اول آیه 18 انجیل لوقا این معجزه را با ادبیاتی عالی بیان می کند. بشنوید جبرئیل فرشته نزد او آمد و گفت درود مریم پروردگار بخشنده با توست تو را میان زنان برکت بخشیده است که الیسابات دختر خاله او بدین افسوده است که و میوه رحم تو برکت یافته است که به یکی از شیرین ترین دعاهای کاتولیک بدل شد مریم پاسخ با شکوهی داد که الهام بخش آهنگ های زیبایی گشته است او گفت خداوند را با تمام وجود ستایش می کنم و روح من به سبب نجات دهندم خدا شاد و مسرور می گردد. زین پس همه نسل ها مرا خوشبخت خواهند خواند. لغا باب اول آیات 46 تا 48 سرودهایی را به یاد میآورم که در قرون وسطا برای مریم سرودند و ترانه های سرورآمیزی که خود من برای او در جوانی می خاندم. او عشق اول من بود درک و دوست داشتن او و بنا کردن هزاران معبد برای پرستش وی یکی از جنبه های دلگرم کننده نژاد بشری است ظاهرا عیسی عضو خانواده پرجمعیت بود است زیرا همسایگانش از برادران او یعقوب یوسف شمعون و یهودا صحبت می کردند. احتمالا به نجاری شغل جالب پدرش مشغول شده بود اما با خورسندی زیبایی های طبیعت بیرون شهر را جذب می نمود. زیرا بعدها با احساسی زیبا از شکوه و رنگ گلها و سکوت سرشار درختان گفت روایت زیر سوال بردن روحانیون توسط او در معبد معجزه نیست او ذهنی هوشیار و کنجکاو داشت و در خاور نزدیک رسیدن پسران دوازده ساله به بلوغ فکری مسبوق به سابقه بود او به کنیسه پیوست و به عهد عتیق گوش سپرد بشارات و مزامیر در شکلگیری شخصیتش مؤثر بود و در حافظش ثبت گشت او احتمالاً کتابهای دانیال و خنوخ را نیز خواند زیرا تعلیماتش در آینده با برداشت آنها از مسیح روز قیامت و ملکوت الهی بسیار نزدیک بود. حتی هوایی که تنفس می کرد مملو از هیجانات مذهبی بود. هزاران یهودی بی در انتظار منجی اسرائیل بودند. سحر و جادو، شیاطین و فرشتگان، تسخیر ارواح و تملک آنها، معجزات و بشارات، پیشگویی و ستاره شناسی همه جا اصولی واقعی در نظر گرفته می شد. موجزگران و ساهران در شهرها پرسه می زدند. در سفرهای سالیانه یهودیان فلسطینی معتقد به اورشلیم برای عید پس احتمالا ایسا درباره زندگی نیمه راهبانه آنان چیزهایی آموخته و شاید مبلغان بودایی شاه هندو آشوکا به فلسطین رسیده بودند. اما تجربه ای که او را به شخصی بسیار مذهبی بدل کرد، دیدار با یحیی پسر خیشاوند مریم الیسابات بود. متا و مرقس یحیی را شخص پوشیده در لباسهای زبر و کسی که از ملخهای مرده و اصل تغذیه میکرد توصیف میکنند او در کرانه رود اردن میایستاد و مردم را به توبه دعوت میکرد و توبه کنندگان را برای تولد روحانی دوباره غسل تعمید میداد گناهکاران را به نزدیک بودن روز جزا هشدار میداد و نزدیکی ملکوت الهی را اعلام میکرد یحیی می گفت اگر تمام یهودیه توبه کنند و از گناهان پاک شوند مسیح و ملکوت خواهند آمد. زمانی که یحیای تعمید دهنده به زندان افتاد، عیسی کار او را ادامه داد و برای آمدن ملکوت تلاش کرد. لغا می گوید او به جلیل بازگشت و در کنائز شروع به تدریس کرد. گفت روح خداوند بر فراز من است. زیرا مرا تدهین نموده تا فقرا را به وقایع شادی بخش بشارت دهم. مرا فرستاده است تا دلشکستگان را شفا دهم تا اسیران از را آزاد و کوران را شفا دهم تا شکست خوردگان را رها کنم لوقا میگوید چشمان همه در کنیسه به دو خیره شده بود آنها همه از خوبی او گفتند و از کلمات برنده ای که از لبانش فرو می ریخت در شگفت بودند کلماتش همیشه دلپذیر نبودند بعضی از عقاید تندی را که در میان مردمش رو به گسترش بود قبول و اعلام کرد از گناهکارانی گفت که محکومند به جهنم آتشی که هرگز خاموش نمی شود. جایی که کرمهای بدنخوار هرگز نمی میرند و آتش هیچگاه خاموش نمی شود. و در سیزدهمین فصل از انجیل متا از روز جزا می گوید که پسر انسان عیسی فرشتگان خود را خواهد فرستاد تا هر آنچه را که باعث لغزش می شود و هر انسان بدکاری را از ملکوت خداوند جدا کنند و آنها را در کوره آتش بریزند و بسوزانند. جایی که گریه و دندان بر ساییدن است آن هنگام انسانهای نیک در ملکوت پدر همچون خورشید خواهند درخشید انجیل متا باب 13 آیات 41 تا 43 گفت که چگونه مردی فقیر در بهشت بی هیچ اعتراضی حتی از پاشیدن قطره آب بر زبان مردی ثروتمند در جهنم منع می شود. شاید او نیز مانند پیروانش احساس می کمی خشونت و وحشت برای اصلاح دنیایی معتاد به خشونت، زنا و هرس ضروری است. وجه مهمتر شخصیت او زمانی ظاهر شد که یکی از فریسیان از وی خواست بر زنی محکوم به زنا حکمی براند. او به آنان گفت سنگ اول را کسی بزند که خود تا به حال گناهی نکرده است. همواره خانده ایم که دوست داشتنی ترین انسان بود بسیاری از زنان مهربانی شفقتباری را در او میافتند که آنان را به وقف ابدی جسمشان برمیانگیخت داستان فاحشه ای را میخوانیم که به خاطر آمادگی در پذیرش توبه گناهکاران متحول شد در برابرش زانو زد او پاهایش را تدهین داد اشکهایش را بر آن ریخت و سپس با موهایش خشک کرد وقتی که بعضی ناظران اعتراض نمودند به آنان پاسخ داد گناهان بسیار او بخشیده شدند زیرا بسیار عشق میورزد به اعتقاد من بسیاری از معجزاتی که به او نسبت دادهاند نتایج طبیعی تأثیر روحی قوی بر ارواح تأثیر پذیر است تأثیری مشابه را میتوان هر هفته در لوردس مشاهده کرد حضور او و ایمانش به تنهایی نیرو بخش بودند در پاورقی آمده است که لوردس مکانی در دامنه پیرنه که گفته می شود در این مکان مریم باکره بر برنادوت سووردیوس ظاهر شده است و پیروان کلیسای کاتولیک روم باور دارند که این مکان به طور موجز آسایی بیماری ها را شفا می دهد. اشاره از انرژی مثبت او ضعیف را قوت می داد و بیمار را شفا. نمی توان با قاطعیت برای قدرت فکر و اراده زن یا مردی قوی و معتقد حد و مرزی قائل شد. اخبار خوش عیسی در انجیل برای مردمش چه آورد که به انگلیسی به آن بشارات می گوییم. ابتدای صحبتهایش انجیل یحیا تعمید دهنده است که خود اشاراتی به کتابهای دانیال و خنوخ است. ایسا گفت ملکوت خدا در دسترس است. خداوند به زودی به حاکمیت شرارت بر زمین خاتمه خواهد داد. پسر انسان آنگونه که او خود را میخواند سوار بر ابر از آسمان خواهد آمد تا ابنای بشر را قضاوت نماید زنده یا مرده زمان برای توبه کنندگان به اتمام می رسید. آنان که توبه کردند عادلانه زیستند خدا را پرستیدند و به پیامبرش ایمان آوردند ملکوت را به ارث می بردند و در دنیای آری از شرارت، رنج و مرگ به قدرت و شکوه می رسیدند. ایسا این باورهایش را به طور کامل تشریح نکرد و بسیاری از مشکلات مفاهیمی را که او مطرح می کرد مبهم گذاشت. منظور او از ملکوت چه بود؟ بهشتی فراواقعی؟ احتمالا خیر، زیرا حواریون و نخستین مسیحیان در انتظار ملکوتی زمینی بودند این رسم یهودی بود که مسیح به ارث برده و به پیروانش آموخت که به درگاه پدر دعا کنند ملکوت تو خواهد آمد کار تو بر زمین به انجام خواهد رسید انگار بهشت آمده است پس از آنکه این امید محقق نشد یوحنا در انجیل از زبان عیسی میگوید ملکوت من در این دنیا نیست آیا او از حالتی روحانی سخن میگفت یا آرمان شهری مادی؟ در مواردی او از ملکوت به سان حالتی روحانی حرف میزد. زد که انسانهای خالص و بیگناه به آن می رسند. ملکوت خداوند در درون توست. در موارد دیگر آن را مانند جامعی شاد در آینده توصیف می کند که هواریون در آن حکومت خواهند کرد و آنان که در راه مسیح بخشیده و رنج کشیدند صد برابر پاداش خواهند گرفت. بسیاری ملکوت را همچون آرمان شهری با مرام اشتراکی تفسیر کرده و مسیح را یک انقلابی اجتماعی دیدند. مسیح گرسنگی و افسوس را به ثروتمند سیر و ادمی داد و فقرا را با برکاتی که در ملکوت انتظارشان را می کشد تسکین می‌داد. ایسا در جواب جوان ثروتمندی که پرسید علاوه بر اجرای احکام چه باید بکند گفت املاکت را بفروش پولش را به فقرا بده و به دنبال من بیا. ظاهرا هواریون ملکوت را به عنوان تغییرات انقلابی در روابط میان فقیر و غنی تفسیر کردند مسیحیان اولیه می بایست جامعه ای اشتراکی که در آن در همه چیز شریک بودند تشکیل داده باشند اما یک آدم سنتی عهد جدید را می تواند به صورت دیگری بخواند مسیح با متا دوست شد و به قدرتی در روم تبدیل شد او هیچ انتقادی به حکومت مدنی روا می داشت و قدمی در راه جنبش یهودیان برای آزادی ملی برنداشت او فریسیان را نصیحت کرد که آنچه را به سزار تعلق دارد به سزار بسپارید و آنچه را به خدا تعلق دارد به خدا او به برده که ده مینا یا 600 دلار را که اربابش به وی امانت داده بود سرمایه گذاری کرده و ده مینای دیگر به دست آورده بود حق میداد اما مخالف برده دیگری بود که یک مینا را به وی سپرده بودند و او تا بازگشت اربابش آن را در جای امن نگه داشته بود و این سخنان را در دهان اربابش گذاشت که آنان که زیاد دارند بیشتر به دست می آورند و آنان که کم دارند همان را نیز از دست می دهند. این متن اگر بخشی از تاریخ جهان نیست فشرده ای عالی از شکل عملکرد پول در بازار است. او فعالیتی بر ضد نهادهای اقتصادی موجود نکرد در عوض انفاس مشتاقی را که میخواستند ملکوت خدا را به گسترانند محکوم ساخت انقلابی که او میجست بسیار عمیقتر بود و بدون آن تمام تغییرات دیگر سطحی و گذرا مینمود اگر می توانست قلب بشر را از میان امیال خودخواهانه ظلم و شهوت پاک سازد آرمان شهر از راه می رسید از آنجا که این عمیقترین انقلابات است و همه اقدامات دیگر در مقایسه با آن تنها تغییر از وضعیتی به وضعیت دیگر و بهره برداری از آن است مسیح با این تفسیر روحانی بزرگترین انقلابی تاریخ است دستاوردهایش مبتنی بر معرفی یک نوع حکومت تازه نبود بلکه وی طرحی تازه از اخلاقیات ترسیم می کند. اصول اخلاقی او هم فرارسیدن ملکوت را پیش بینی می کند و هم برای آمادگی انسانها برای ورود به آن طراحی شده است. بنابراین سعادت جاوید با تجلیل بی سابقه از تواضع مهربانی و آرامش اندرز معروف پیش آوردن روی دیگر صورت و در نتیجه بی تفاوتی به شرایط مادی و دنیایی، ملک و مال، حکومت، ترجیح تجرد به ازدواج و دوری از روابط خانوادگی محقق می شود. اینها نه قوانینی برای زندگی خانوادگی یا نظم اجتماعی بلکه پرهیزهای نیمه زاهدانه ای هستند که مردان و زنان را برای برگزیده شدن از سوی خدا برای ورود به ملکوت غریب الوقوع که در آن قانون ازدواج رابطه جنسی مالکیت و جنگ نخواهد بود آماده خواهد ساخت آیا این باورهای اخلاقی تازه بودند چیزی به جز نحوه آرایش آن تازه نبود زمینه اصلی تعالیم مسیح یعنی فرارسیدن قیامت و ملکوت از یک قرن پیشتر در میان یهودیان وجود داشت. پیش از آن ده فرمان موسا برادری را میان بشر برقرار کرده بود. در سفر لاویان آماده است که باید همسایت را چون خودت دوست بداری. باید با غریبه ها همانند همخون خودت معامله نمایی. انبیا زندگی خوب را بالاتر از همه آین ها قرار دادند و هوشع و اشعیا یهوه را از خدای جنگجو به خدای عشق تغییر دادند هیلل نیز مانند کنفوسیوس به قانون طلایی دست یافته بود در پاورقی آمده است که هیلل از دانشمندان و رهبران مذهبی یهودی بود البته نباید این را علیه عیسی مسیح به کار ببریم که میراث غنی اخلاقی مردمش را به ارث برد و از آن استفاده کرد او مدتی طولانی خود را یهودی میدانست که تعالیم انبیا را بازگو و کار آنان را دنبال می کنن. از این رو همانند آنها تنها به یهودیان تعلیم میداد شاگردانش را به منظور گسترش تعالیمش فقط به شهرهای یهودی نشین میفرستاد نزد غیر یهودیان و سامریان نروید و از آنجا که این در تناقض با ده فرمان بود گفت گمان مبرید آمدم تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیا را منسوخ کنم من آمدم تا آنها را تکمیل کرده به انجام برسانم او به مرد جزامی که درمانش کرد گفت نزد کاهن برو و هدیه ای را که شریعت موسی آن را تعیین کرده تقدیم کن با این حال اصلاحاتی در تعالیم ایجاد کرد او قوانین سرسختانه تری برای رابطه جنسی و طلاق قرار داد اما بخشش را آسانتر کرد و به فریسیان یادآور شد که سبت برای انسان به وجود آمده و نه انسان برای آن احکام روزه و پرهیز را تسهیل و برخی روزه ها را حذف کرد. مراسم دعا در ملع عام خیریه های متظاهرانه و سویگباری های مجلل را محکوم کرد. جمیع فرق یهودی غیر از اسنی ها به نوآوری های وی معترض شدند و بیش از همه در مقابل قانون او برای بخشش گناهان و سوگند خوردن به نام خدا مقاومت کردند. از اینکه او با زنان مزنون به رفتارهای غیر اخلاقی رفتاری دوستانه داشت شوکه شدند کاهنان و اعضای مجلس سنهدرین در افسایش پیروان او شورشی نهان علیه روم را میدیدند و ترس آن داشتند که نایب امپراتوری آنان را به نادیده گرفتن مسئولیتشان برای حفظ نظم اجتماعی متهم کند عیسی جسورانه به آنها چنین گفت وای بر شما ای علمای دین و فریسیان ریاکار ای اساکش های کور شما مانند قبرهای سپید شده ای هستید که ظاهری زیبا دارند میکوشید خود را دیندار جلوه دهید ولی در زیر عبای مقدستان دلهایی پر از ریا دارید. اجداد شما پیامبران را کشتند. ای مارهای خوشخطوخال و خال، چگونه می توانید از مجازات جهنم جان سالم به در ببرید؟ گناهکاران و فواهش زودتر از شما وارد ملکوت خداوند خواهند شد. بحران نهایی زمانی شکل گرفت که رسولان یا حواریون آشکارا اعلام داشتند که عیسی مسیح موعودی است که اسرائیل را نجات خواهد داد و زیر یوغ روم بیرون آورده حکومت خدا را بر زمین جاری خواهد کرد مسیح در آخرین دوشنبه پیش از مرگش به اورشلیم رفت تا پیامش را از شهرها به پایتخت ببرد در آنجا گروه انبوه پیروانش با این الفاظ به وی خوشامد گفتند مبارک باد قدوم پادشاهی که به نام خداوند می آید. برخی فریسیان از او خواستند این نوع خوشامدگویی را رد کند و او پاسخ داد اگر آنان ساکت شوند سنگ های کنار راه بانگ شادی و شادباش برخواهند آورد. انجیل یوحنا می گوید که جمعیت مسیح را شاه اسرائیل خواندند. ظاهرا پیروان او را به چشم مسیحی سیاسی میدیدند که قدرت روم را سر جایش خواهد نشاند و یهودیه را آزاد خواهد کرد احتمال زیاد این تحسین ها بود که به اشتباه مسیح را به مرگی انقلابی محکوم ساخت. مرگ و دگرگونی عید پس نزدیک بود و عده زیادی از یهودیان برای به جا آوردن آین قربانی کردن در معبد در اورشلیم گرد آمده بودند. محوطه بیرون معبد مملو و از دستفروشانی بود که کبوتر و دیگر حیوانات را برای قربانی می فروختند و صرافان سکه های حکومت مشرک روم را با پول محلی مبادله می کردند. مسیح یک روز پس از ورود به اورشلیم برای زیارت معبد رفت و از مشاهده ازدهام و غرفه هایی که به تجارت مشغول بودند شوکه شد او و پیروانش با انفجاری از خشم که در نتیجه دشمنان زیادی برایشان تراشید میزهای صرافان و فروشندگان را برگرداندند و سکه ها را به زمین ریختند و با ترکه های چوبی آنان را از حیات معبد بیرون راندند. پس از آن مسیح برای چندین روز در معبد به تعلیم مشغول بود. اما شبها اورشلیم را ترک می کرد و از ترس دستگیری یا سوء قصد به کوه زیتون می رفت. زمامداران اهم از مدنی و مذهبی، رومی و یهودی مدت زیادی وی را زیر نظر داشتند. ناکامی نسبی او تا آن موقع در جذب پیروان موجب شده بود که جدیش نگیرند. اما مقبولیت پرشور او در اورشلیم رهبران یهودی را نگران کرد که این شور و اشتیاق در کنار گرد همایی میهن پرستانه پس ممکن است به شورشی دائمی علیه قدرت روم و در نتیجه به سرنگونی دولت خود مختار و آزادی مذهبی یهودی منجر شود. کاهن اعظم قیافا جلسه در سنهدرین تشکیل داد. سنهدرین دادگاه عالی حقوقی بود. او گفت یک نفر باید در راه مردم فدا شود به جای اینکه یک ملت نابود شود. اکثریت با او موافقت کردند و شورا رأی به دستگیری مسیح داد. به نظر می رسد این خبر به شکلی به گوش مسیح رسید در چهاردهمین روز از ماه یهودی نیسان سوم آوریل ما احتمالا در سال سی عیسی و شاگردانش صدر یا افتار عید پس را در خانه دوستی در اورشلیم بودند آنها چشم به مرادشان داشتند تا خود را نجات بدهد اما او سرنوشت را پذیرفته بود بنابر رسم یهودی شراب را متبرک کرد و به حواریون داد تا بنوشند و سپس با یکدیگر سرود مذهبی یهودیان را خواندند بر اساس انجیل یوحنا او به آنان گفت که با آنها خواهد بود فقط اندکی بیشتر به شما فرمان تازه‌ای می‌دهم یکدیگر را دوست بدارید نگذارید دلهاتان در شود به خدا و من ایمان داشته باشید در منزل پدرم امارتهای بسیار است میروم تا برای شما قصری مهیا کنم گفته شده است که این گروه کوچک آن شب در باغ جتسیمانی در بیرون اورشلیم مخفی شده بودند دسته از نگهبانان معبد آنها را یافتند و عیسی را دستگیر کردند. ابتدا او را به منزل آناس یکی از کاهنان سابق بردند و از آنجا به منزل کاهن اعظم قیافا که مجلسی از سنهدرین در آن منعقد بود. بسیاری از حاضران علیه عیسی شهادت دادند. به ویژه درباره تهدید وی مبنی بر ویران کردن معبد. قیافا از او پرسید که آیا وی مسیح پسر خداست؟ گفته شده که عیسی پاسخ داد هستم. صبح روز بعد سنهدرین گرد هم آمدند. او را به جرم کفرگویی متهم کردند و تصمیم گرفتند وی را نزد حاکم رومی منطقه ببرند. به نظر پونتیوس پیلاتس این واعظ ملایم مسیح تهدیدی جدی برای حکومت نبود. او پرسید آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ بر اساس انجین متا عیسی پاسخ داد تو این را گفتی. انجیل چهارم روم می گوید ایسا اضافه کرد به دنیا آمدم تا به حقیقت گواهی بدهم. نایب پرسید حقیقت چیست؟ پرسشی که تفاوت فرهنگ پیچیده و اقلانی رومی و آرمانگرایی توان با اعتماد به نفس یهودیان را نشان می دهد. پیلاتس برخلاف میل باطنیش او را به مرگ محکوم کرد. تسلیب مجازاتی رومی بود نه یهودی معمولا همراه با ضربه های شلاق انجام میشد و در نهایت جسد فرد خونین و متورم باقی می ماند سربازان رومی برای تمسخر ادعای او به عنوان پادشاه یهودیان تاجی از خار بر سر مسیح گذاردند و او را به صلیب کشیدند مسیح انقلابی بود یا نبود با این اطلاق توسط دولت روم محکوم شد دست کم تاسیتوس اینطور برداشت کرد جمعیت اندکی که در دادگاه پیلاتس جا گرفته بودند خواستار اعدام مسیح شدند در حالی که وقتی او را به بالای تپه جرجتا می بردند طبق نوشته لوقا عدهای کسیری دنبال او می رفتند و زنان از شدت اندوه بر سینه ها می کوفتند. به طور مشخص یهودیان موافق اعدام او نبودند گفته شده است که صلیب در سومین ساعت یا همان نه صبح برپا شد مرقس میگوید دو دوست همراه با عیسی به صلیب کشیده شدند و به او ناسزا می گفتند. لوقا می گوید یکی از آنان به درگاه او دعا می کرد. تنها یکی از حواریون یوحنا آنجا حضور داشت. سه مریم نیز حاضر بودند. مریم مادر مسیح، خواهرش مریم و مریم مجدلیه و زنان دیگر با فاصله تماشا می کردند. طبق رسم رومی ها سربازان میخواستند لباسهایش را میان خود تقسیم کنند و چون عیسی تنها یکی در برداشت سکن داختند تا برنده مشخص شود حال بخشی از مزامیر را به یاد می آوریم. آنان جامعه مرامیان خود تقسیم می کنند و برای آن سکه می اندازند. این مزمور با این کلمات آغاز می شود. خدای من، خدای من چرا مرا رها کرده ای؟ و اینها ناامیدانه ترین سخنان بشری است که مرقس و متا به مسیح محتضر نسبت دادند. آیا در آن لحظات تلخ باور عظیمی که او را در مقابل پیلاتس قرار داد به شکی غمانگیز مبدل شد سربازی که دلش برای تشنگی مسیح سوخته بود پارچه ای آغشته به شراب در دهان وی گذاشت عیسی نوشید و گفت در ساعت نهم نه به پایان میرسد. ساعت سه بعد از ظهر فریاد بلندی سرداد و روحش پرکشید انجیل لغا می مردمی که آنجا گرد آمده بودند بر سینه ها کوبیده به شهر بازگشتند. دو یهودی مهربان و متأثر با اجازه پیلاتس پیکر را از صلیب پایین آوردند و در مقبره‌ای ای گذاردند. دزدانی که با او به صلیب کشیده شدند هنوز زنده بودند. بعضی ها سه روز درد می تا بمیرند. برای پایان دادن به رنجشان سربازان پاهای همراهان مسیح را شکستند تا وزن بدنشان بر دستشان بیفتد و باعث ایست قلبیشان بشود پیلاتس متعجب بود که کسی چطور فقط پس از 6 ساعت تسلیب بمیرد او زمانی به پایین آوردن مسیح رضایت داد که معمورش به او اطمینان داد مسیح مرده است دو روز پس از خاک سپاری، مریم مجدلیه همراه با مریم مادر یعقوب حواری به زیارت مقبره رفت آنها مقبره را خالی یافتند وحش زده و خوشحال بیرون دویدند تا خبر را به شاگردان بدهند در راه مردی را دیدند که پنداشتند مسیح است به او تعظیم کردند و پاهایش را در آغوش گرفتند گفته شده است در همان روز مسیح بر دو نفر از پیروانش در راه امواس ظاهر شد با آنان سخن گفت و غذا خورد برای مدتی آنان از شناختن او من شده بودند اما زمانی که نان را گرفت و متبرک نمود چشمانشان باز شد و او را شناختند و وی ناپدید شد شاگردان به جلیله بازگشتند و در آنجا او را دیدند و تعظیم کردند گرچه مشکوک بودند در آغاز اعمال رسولان آمده است که چهار روز پس از ظهورش در برابر مریم مجدلیه مسیح همراه جسمش به بهشت رفت عظیمت جسمانی قدیسین به آسمان در باورهای یهودیان هم بوده است آنها درباره موسی، خنوخ، ایلیا و اشعیا همین باور را دارند. مراد به همان راز آلودگی که آمده بود رفت. اما بیشتر پیروان خالصانه باور داشتند که او پس از تسلیب جسماً با آنان بوده است. در انجیل لوقا آمده است آنان با شادی فراوان به اورشلیم بازگشتند و به خانه خدا رفتند. آنان همواره آنجا ماندند و خدا را شکر و ستایش می فصل چهاردهم رشد کلیسا برای مدتی کوتاه رهبران یهودی این گروه را کم شمار و بی خطر می دانستند. اما وقتی ناصری ها در طول سالهای اندک از 120 به 8000 هزار نفر افزایش یافتند کاهنان احساس خطر کردند پتروس و دیگران به دست سهندرین دستگیر و بازجویی شدند بعضی از آنان شکنجه شدند سپس همگی آزاد شدند یک سال بعد استفان یکی از پیروان به اتهام بی احترامی به موسی و خدا به دادگاه سهندرین خوانده شد. او دفاعی پرشور از خود انجام داد و کاهنان خشمگین سنگ سارش کردند. در سال 41 پتروس بار دیگر دستگیر شد اما این بار گریخت. در سال 65 یهودیان علیه روم شوریدند. ولی مسیحیان که به سیاست بی علاقه بودند به پلا در ساحل شرقی رود اردن رفتند یهودیان مسیحیان را به بزدلی و خیانت متهم می کردند و مسیحیان در سال هفتاد برای تحقق پیشگویی مسیح معبد آنان را تخریب کردند. نفرت متقابل میان دو عقیده شعله می کشید و پایه بیشتر ادبیات مذهبی در دو گروه گذاشته شد. پتروس برای تبلیغ مسیحیت به سوریه رفت و از آنجا راهی غرب شد تا به روم رسید. در آنجا جایگاه پتروس را بنا نهاد و اولین پاپ شد و در سال 64 به دست نرون به صلیب کشیده شد. کاتولیکها بر این باورند که کلیسای سنت پیتر یا پتروس مقدس بر محل اعدام او بنا شده و محراب بزرگ استخوانهای او را در بر گرفته است. پتروس کلیسا را بنا مینهاد و پولس اعتقاد را. او متولد شهر یونانی تارسوس در مستعمره رومی سیلیسیا در آسیا بود. پدرش که نام شاول بر وی نهاد دو مزیت را برایش به ارث گذاشت او هم فریسی و هم رومی بود برای آموختن تعلیمات یهودی بیشتر او را به اورشلیم فرستاد پولس آنگونه که رومیان مینامیدندش در محکومیت استفان با سهندرین هم دست بود و به دمشق رفت تا جامعه مسیحی را در آنجا ریشهکن کند حتما داستان را میدانید در میان راه از گرمای خورشید سوزان در بیابان بیمار شد بیناییش را از دست داد بر زمین افتاد و صدایی شنید شاول چرا مرا می آزاری؟ راه خود را به شهر یافت و تا سه روز بینایی نداشت نخورد و نیاشامید در آنجا نوکیشی نزد او آمد و دستانش را بر او گذاشت و گفت برادر شاول پروردگار ما و حتی عیسی در راه که به اینجا می آمدی بر تو ظاهر شد مرا فرستاد باید بیناییت را به دست بیاوری و از روح القدس سرشار گردی. در آن هنگام به ناگهان بیناییش را باز یافت برخواست و تعمید یافت سپس هفت روز با پیروان در داماسکوس بود و مستقیم به کنیسه رفت تا مسیحیت را تعلیم بدهد و این گونه مأموریت تاریخی ترین پیروان آغاز شد پولس با یکی دیگر از نوکیشان برنابا به شهرهای شمالی رفت تا مذهب تازهش را تبلیغ کند تبلیغ آنان در انتاکیه از سوی جامعه یهودی و بعضی از غیر یهودیان به خوبی پذیرفته شد. این گروه تازه پرسشی حیاتی را بر سر راه گسترش مسیحیت مطرح کردند. آیا تمام گروندگان باید ده فرمان و 613 ماده آن و نیز ختنه را بپذیرند؟ پولس و برنابا اصراری بر این موضوع نداشتند و به زودی به خدش دار کردن تصویر مسیح متهم شدند. آنان به اورشلیم بازگشتند و با حواریون به بحث در این باره مشغول شدند پتروس چالش آنان را درک می کرد زیرا او نیز نوکیشان ختنه نشده را پذیرفته بود بیشتر حواریون مخالف بودند چون ختنه را بخشی از پیمان ابراهیم با خدا می دانستند پولس پاسخ داد مادامی که نوکیشان غیر یهودی از این عهد مستثنا نباشند مسیحیت شاخه ای از یهودیت خواهد بود و پس از یک قرن محو خواهد شد اینچنین حواریون موافقت کردند پولس مسئولیتش را با عنوان حواری غیر یهودیان از سر گرفت و مذهب نوین را از افسوس به آتن و روم برد سرنوشت یک دین برای مدتی بسته به بدن شده بود پولس در روم به صلیب کشیده شد احتمالا در همون سالی که مرگ پتروس را دیده بود سال 64 با تلاش آنان و هزاران حامل دیگر امواج شادی کلیسای مسیحی شکل گرفت و مسئولیت تاریخیش را آغاز کرد آوردن مذهبی زنده امیدی پایدار و قوانینی اخلاقی بر پایه خدایی حی و حاضر و قادر برای امپراتوری در حال مرگ که با سیل فزاینده مهاجمان بربر دست به گریبان بود کلیسای کاتولیک مذهب نوپا چنان اصر ما به علت وجود صدها فرقه اعتقادی و رسوم خرافی و فراواقعی در حال تضعیف بود. در میان آنان گروه های مسیحی متنوعی بودند که از بینشان معتقدین به پتروس و پولس حواری ثابت کردند که از لحاظ بقا و گستراندن دین از همه تواناترند. در سال 300 مسیحیان در خاور نزدیک یک چهارم جمعیت بودند و در روم یکصد هزار نفر. خداپرستی سختگیرانه آنان اخلاق عمومی را حمایت می کرد و این موضوع توجه و تحسین فلاسفه بودپرست را جلب کرد. پلینی جوان به امپراتور تراجان اطلاع داد که مسیحیان زندگی آرام و در خور توجهی دارند و طبیب حاضق جالینوس آنان را بسیار موفق در کنترل نفس و کوشا در دستیابی به کمال اخلاقی توصیف کرد. در سال 311 پس از سه قرن آزار و اذیت وحشیانه امپراتور گالریوس به بیزرر بودن حضور آنان پی برد و حکمی مبنی بر سازش با آنان صادر کرد. او پی برد که مسیحیت مذهبی قانونمند است و از مسیحیان خواست که برای بازگشت عدالت و مروبت میان ما دعا کنند. در سال 312، کنستانتین سپاهی را از گل به جانب تورین میبرد تا با شورشیان علیه تاج و تخت روم مقابله کند. بر اساس افسانه‌ای، صلیب آتشینی معلق در آسمان دید که کنارش با حروف یونانی نوشته شده بود: "با این پیروزی". روز بعد اعلام کرد که به مسیحیت ایمان آورده است و سپس در آن نبرد سخت پیروز شد. او به سوی شرق رفت. شورش دیگر را فرو خواباند و شهر بیزانس را قسطنطنیه نامید و آن را مرکز امپراتوری روم شرقی قرار داد که بعد جانشین روم به عنوان مرکز قدرت سیاسی شد پس از آن و به تدریج حکومت سکولار از میان رفت محافظت و اداره امور از دست عمرای بتپرست شهرها در غرب اروپا به ها و کشیشان تحت رهبری پاپ روم سپرده شد و کلیسا به جای دولت منبع قدرت و حافظ تمدن گردید. بسیاری از بربرها مسیحیت را پذیرفته بودند و اطاعتشان نسبت به پاپ بسیار بیش از امپراتور بود. مردم اروپای غربی تحت لوای پادشاهانی جنگجو مانند آلفرد بزرگ در انگلستان، شارلمانی فرانسه و امپراتور اتوس و هنری در آلمان بودند. اما حکمرانان به دنبال تبرک یافتن از سوی پاپ به عنوان مهر تعییدی برای قدرتشان بودند. اگر پاپ با ایشان قطع رابطه می کرد ممکن بود در لحظه قدرتشان را از دست بدهند. با گذر سالها قدرت پاپ افزایش یافت. تا آنجا که پادشاهان آن را به مسابق قدرت مطلقه در حیطه اخلاقیات که تقریبا به معنای تمام مسائل کلیدی و تعیین کننده است پذیرفتند بنابراین امپراتور هنری چهارم به کانوسا آمد تا در محضر پاپ گرگوری هفتم توبه و طلب بخشش کند جمهوری مسیحی یا حکومت پاپی در دوران پاپ اینوسنت سوم به اوج خود رسید او طی حکومتی 18 ساله از 1216 تا 1198 تمام دیکتاتورهای اروپایی لاتین به جز شاه از نروژ را واداشت تا خود را در مسائل مذهبی، اخلاقی و عدالت شامل تسلط بر مردمی که فارغ از پیمان تبعیت از پادشاهان بودند تحت سلطه او در بیاورند. بعضی ممالک ام از پرتغال، مجارستان، سربستان، بلغارستان، ارمنستان، حتی انگلستان تحت رهبری شاهجان خود را ممالک فعودالی پاپ ساختند. در سال 1204 فتح قسطنطنیه به دست جنگجویان صلیبی منجر به پذیرش رهبری پاپ رومی از سوی کلیسای یونان شد و پاپ اینوسنت با افتخار از رهبری یک بارچه مسیح دم زد. یک زائر بیزانسی که برای دیدن پاپ به روم رفته بود او را صرفا وارث پتروس نمیدید بلکه وی را جانشین امپراتور کنستانتین یا قنستانتین یافت نیمه تاریک پیروزی مرکز عالم مسیحیت و باور بر شمشیر با شکست جنگجویان صلیبی و وحشت دادگاه های تفتیش عقاید تیره و تار شد شوالیه های صلیبی در سال 1098 توسط پاپ اوربان دوم معمور بودند تا وظیفه احساسی برگرداندن مردم شرق نزدیک از اسلام به مسیحیت از لحاظ اقتصادی و دینی را انجام دهند. آنها در هر دو قسمت شکست خوردند. زیرا خاور نزدیک در دست مسلمانان باقی ماند و ثروت، دانش و هنر مرها پس از شکست شوالیه ها ارتقا یافت. و اندکی بعد شکگرایی با انواع گوناگون کفر تقدسگرایی مسیحی را پریشان ساخت اینوسنت سوم نیز مانند هر فرمانروای دیگر به کفر به عنوان خیانت و برهمزننده زننده یک پارچگی نظم و امنیت کلی مینگریست او با خبر شد که بیش از هر چیز مذهب تازه ای از سمت بالکان به سوی فرانسه می آید و اقلیت های پرقدرتی در مونپلیه، ناربون، مارسی، تولوز و اورلان تشکیل می دهد. و حتی تا شمال در شهرهای سواسون و رنس نیز رفته است. فرقه کاتار جهان را میان خدا مسائل روحانی و خوبی در یک سو و شیطان مادیات و شرارت در سوی دیگر تقسیم کرده بود. جسم را نماد شیطان و روابط جنسی را ناپاک می دانست. آنها معزه مسیح بر فراز کوه را سرلوحه خود قرار دادند و جنگ یا هر نوع استفاده از زور را حتی علیه کفار محکوم می کردند. جهنم و برزخ را نیز رد کردند و اعتقاد داشتند که همگی انسانها نجات خواهند یافت آنها کلیسا را کلیسای مسیح نمیدانستند از نظر آنان پتروس مقدس هرگز به روم نیامده و جایگاه پاپ را به وجود نیاورده بود پاپ ها جانشینان امپراتورها بودند نه حواریون مسیح بستری برای آرامیدن نداشت ولی پاپ در قصر زندگی میکرد این اسقفان اعظم و اسقفان ثروتمند که شیشان و راهبان فربه فریسیان قدیم بودند که به این دنیا بازگشته بودند از نظر آنان کلیسای رومی مانند بابل بود و پاپ ضد مسیح برای مدتی کاتارها به عنوان تندروهایی که به علت افراط بیش از حد خود را خنسا می کردند با صبری زیاد نادیده گرفته می شدند. آنها در سال 1167 مجلسی برای فرقهشان تشکیل دادند نمایندگانشان از بسیاری کشورها حضور یافتند اعتقادات قوانین و سیاستشان را مطرح و به هیچ مزاحمتی جلسات آینده را تنظیم کردند بعضی از متفکرانشان مفید دیدند که از نفوذ کلیسا در لانگداک بکاهند همانقدر که کلیسا ثروتمند بود آنان فقیر بودند بنابراین بعضیشان دست به قصب املاک کلیسا زدند اینوسنت سوم که در 1198 پاپ شد این تحولات را فرصتی در اختیار کلیسا و حکومت دید او دلایلی برای انتقاد به کلیسا میدید اما نمی توانست بیکار بنشیند و ببیند نهاد بزرگی را که سرپرستی می کند و به نظر آخرین پناه بر ضد خشونت هر مرج اجتماعی و بی اخلاقی است از اساس مورد حمله قرار می گیرد. مای به قارت می رود و از سوی کفار به زشترین شکل مورد تمسخر قرار می گیرد. چگونه با وجود قوانینی که تولید مصر را من و از خودکشی حمایت می کرد می شود نظم اجتماعی برقرار کرد؟ آیا ارتباط دو جنس و پرورش فرزند می توانست از طریق ازدواج از هر جمرجی تحلیل برنده نجات یابد؟ جنگ های سلیبی علیه کفار در فلسطین چه منطقی داشت؟ در حالی که کاتارها در قلب حکومت مسیحی رو به افسایش بودند. اینوسنت دو ماه پس از روی کار آمدنش به اسقف اعظم خود در گاسکونی این طور نوشت. قایق کوچک پتروس مقدس در میان امواج و طوفان به هر سو می رود. اما آنچه بیش از همه مرا عذاب می دهد این است که آنها اکنون از هر زمان دیگری خطرناکتر و بیرحمانه ترند. هم دستان شیطانند که روح انسانهای ساده را می فریبند. آنان با خرافات و ابداعات غلطشان معانی کتاب مقدس را منحرف می سازند و در تلاشند تا اتحاد کلیسای کاتولیک را از بین ببرند. از آنجا که این خطای مستحجن در گاسکانی و اطراف آن در حال تزاید است، ما امید داریم که شما و اسخفهای همکارتان با تمام توان در مقابل آن مقاومت کنید. ما فرمانی محکم به شما اعلام می داریم تا به هر وسیله که می توانید این کفتگوی ها را منهدم ساخته و آنان را که آلوده به این افکارند از اسخف نشین خود بیرون کنید. اگر لازم می دانید می توانید از شاهزاده و مردم بخواهید با شمشیر با آنان مواجه شوند. حاکمان مذهبی و کلیساهای های مرفه این فرمان را با خورسندی پذیرفتند. ریموند ششم تولوز با مقابله با کفار موافق بود اما با همراهی در جنگ علیه آنان مخالفت کرد پس از آنکه اینوسنت او را ترد کرد ریموند قول داد خواسته وی را اجابت کند آنگاه بخشیده شد و برای بار دوم از وظیفهاش قفلت نمود شوالیه که از سوی پاپ معمور بیرون راندن کاتارها از زمینهایشان شده بود پرسید چگونه میتوانیم چنین کنیم ما با این مردم بزرگ شده ایم. با آنها نسبت داریم و دیدیم که صادقانه زیستند. پس از شش سال صبر اینوسنت به آرنولد رهبر راهبان سیسرسی اختیار کامل داد تا دادگاه های تفتیش عقاید در سراسر سر فرانسه به راه بیندازد و جلسه ای به همراه پادشاه و متفکران برگزار کند تا در نبرد تازه مشارکت کنند. هنگامی که ناکارآمدی این روش نیز اثبات شد به تمام مؤمنان در سراسر سر اروپا فرمان داد تا علیه کاتارها و حامیانشان قیام کنند. و به همراهشان در این نبرد وعده بخشایش عمومی و برطرف شدن تمام گناهان گذشته را داد. هزاران نفر برای شرکت در جنگ مقدس به راه افتادند ولی مهاجمان به بزیه رسیدند. پیشنهاد کردند که اگر تمام کفار شناسایی شده توسط اسقفشان خود را تسلیم کنند هیچ خونریزی در کار نخواهد بود رهبران شهر این پیشنهاد را رد کردند و گفتند ترجیح می دهند آنقدر در محاصره بمانند تا مجبور به خوردن فرزندانشان شوند. مهاجمان دیوارها را تخریب و شهر را تصرف کردند و بیست هزار زن، مرد و کودک را با بیرحمی تمام از دم تیغ گذراندند. بیرحمترین این مهاجمان سیمون دوموند فورت بود. او به پاکدامنی معروف بود و شرافتمندانه در فلسطین جنگیده بود. در آنجا با سپاه کوچک 4500 نفرش و های فرستادگان پاپ شهری را پس از دیگری تصرف می کرد و ها را در هم می شکست و به مردم اختیار میداد تا بین بیعت با اعتقادات کلیسا و مرگ کافرانه یکی را انتخاب کنند. هزاران تن پیمان بستند و صدها نفر مرگ را خواستند. سیمون برای چهار سال به سفرهایش ادامه داد و تقریبا تمام حوزه حکومت ریموند ششم را غیر از تولوز زیر بیرق خود آورد. در سال 1215 تولوز را محاصره کرد. ریموند با شورایی از اسقفان در مونپلیه جایگزین شد و سیمون جایگاه او و بیشتر زمینهایش را به دست آورد. در سال 1227 ریموند هفتم نیز متعهد شد تا کوف را در ناحیه خود از میان ببرد. و با پاپ گرگوری نهم هم پیمان شد و بدین ترتیب کاتارها پایان یافتند اصولگرایان پیروز شدند مدارا شکست خورد و تفتیش عقاید در سراسر سر اروپا گسترش یافت دستگاه تفتیش عقاید به آسانی متونی از انجیل میافت که مجوز کشتار کفار را میداد مانند سفر تسنیه باب 13 آیات 1 تا 9 سفر خروج باب 22 آیه 18 و انجیل یوحنا باب 15 آیه 6 تمام مسیحیان معتقد بودند که کلیسا از سوی پسر خداوند بنا شده است بنابراین هر مخالفتی با مذهب کاتولیک مخالفت با خدا تلقی میشد از این رهگذر هر کلام خلاف این و گوینده ای آن را تنها میشد به شکل دستیار شیطان دید که فرستاده شده تا زحمات مسیح را نابود کند و هر فرد یا دولتی که با آنها کنار می آمد نیز به شیطان خدمت می کرد. کلیسا که خود را جزء لاینفک حکومت اخلاقی و سیاسی اروپا میدید کفر را به همان شکلی که یک حکومت خیانت به کشور میدید نگاه میکرد زیرا از نظر آن حمله به پایه های نظم اجتماعی به شمار میآمد سختترین قوانین سرکوب و بگیر و ببند توسط فردریک دوم در سالهای 1220 تا 1239 اعمال شد کافرانی که از سوی کلیسا محکوم می شدند به ارتش سکولار یا حاکمان محلی سپرده و زنده زنده سوزانده می شدند. اگر اعتراف می کردن، مجازاتشان به حبس ابد تقلیل می یافت. تمام مایملکشان ضبط و وارثانشان از ارث محروم می شدند. فرزندانشان از هر حقی محروم بودند مگر آنکه کفاره گناه پدرانشان را با تقویه دیگر کافران می پرداختند. خانه کفار تخریب می شد و هرگز دوباره ساخته نمی شد. شاه مقدس نهم قوانین مشابهی در میان مقررات فرانسه تصویب کرد. در سال 1231 گرگوری نهم مقررات فردریک دوم در سال 1224 را به قوانین کلیسا افزود. بنابراین کلیسا و حکومت هر دو کفر مسلم را خیانت در نظر گرفتند و مجازات آن را مرگ قرار دادند. دولت و کلیسا هر دو در یورشی سراسیمه علیه کفر متحد بودند. در نظر آنان کفر ساختار پیچیده قوانین و اخلاقیات را که مانع بازگشت انسان به هرج و مرج اخلاقی و سیاسی بود تضعیف کرد. تقریبا جمله حاکمانی که به چالش کشیده شده بودند دنبال روی تفتیش عقاید شدند و افکار و رفتاری را که خطری برای دولت تعبیر میکرد به سختی مجازات میکردند آزادی تجملی زیاد از حد بود که امنیت را به خطر میانداخت ترانه های قرون وستا قرون وسطا هزاره است که با ادبیات اغلب دلنشین و در برخی موارد در نوع خود افراتی زینت یافته است بینظیرترین قسمت آن ترانه سرویان سیاری بود که در قرن یازده در فرانسه جوانه زدند و سپس در سرزمین های آلمان و اسپانیا نیز شکوفا شدند آنان همانند نجیب زادگان لباس می به و همراه قلم شمشیر نیز حمل می کردند و در رویای رابطه با بانوان با شکوهی بودند که در نهایت فقط اجازه میدادند دستشان را ببوسند. احتمالا همین غیرقابل دسترس بودن است که ابیات را برمیانگیزد. خیال بافی درباره آرزویی برآورده شده سخت است و آن هنگام که مانع و ممنوعیتی نباشد شعری در کار نخواهد بود. این ترانه سرایان در سرودن اوباد یا ترانه سپیددم و سرنا یا ترانه غروب به نهایت مهارت رسیدند. آنان مشتاق فرارسیدن شب بودند و از رسیدن سحر غمگین می شدند. در آلمان ترانسرویان دورگرد شعرای عشق بودند. همانند والتر وون و که مرسیه مشهور زیر درختان آفتاب را در وصف درختان به عنوان چتری برای عشق سرود. در اواخر قرن دوازده و اوایل سیزده اشعاری حماسی درباره جستجوی جام مقدس سروده شد ظرف مقدسی که عیسی در شام آخر از آن نوشید و یوسف رامی قطرات خون مسیح را پس از مصلوب شدن در آن ریخته بود حول آن افسانه داستان پرسیوال شکل گرفت که معروفترین نسخه آن توسط ولفرام باخ نوشته شد گاتفرد شتراسبرگ اوپرایی ساخت که مایه الهام واگنر برای نوشتن تریستاند و ایزولد شد در همین زمان در ایسلند و اسکاندیناوی حماسه های بیپایان نوردیک را می نگاشتند. و جالبتر از ایده یک عالم سرگردان خود کتاب علمای سرگردان است که داستان محققی سیار را روایت می کند که از دانشگاهی به دانشگاه بعدی می رفت و ترانه هایی در وصف سرکشی و عیاشی می سرود. جنجالی ترین آنها ماجرای عاشقی است که توضیح می دهد چرا به بهشت آمده. بشنوید. هنگامی که او جسورانه خود را به عشق و من بخشید زیبایی در بهشت دوردست خنده شادی سر داد میلی عظیم مرا در بر گرفت قلبم آنقدر گنجایش نداشت که این سرور عظیم را در خود جای دهد عشق من مردی دیگر از من ساخت شیرینی لبهای او در بوسه گرد آمد دوباره و دوباره در رؤیای آن آزادیم که گرمای او به من بخشید پس به عنوان خدایی دیگر به بهشت آمدم در میان دیگران که با متانت بر خدایان و انسان حکم خواهد راند تنها اگر بار دیگر دست در آغوش او برم علمای سرگردان هر جا که میرفتند، اطمینان داشتند به زبان لاتین سخن خواهند گفت گرچه یکی از مهمترین اتفاقات قرون وسطا که تقریبا نشانه پایان عصر بود ترجیح ایتالیایی به لاتین از سوی دانته برای سفرش از دوزخ و برزخ به بهشت بود ممکن است ایتالیایی را زیباترین زبان بدانیم و وقتی این زبان داستان فرانچسکا دریمنی را بیان می کند واقعا زیباترین به نظر می رسد یا وقتی در آغاز بخش آخر مریم را توصیف می کند مادر باکره دختر پسرش متواضع و والاتر از هر موجودی دوزخ دانته کجا می توانیم جمله زیباتر از آنچه این شاعر می گوید بر دروازه جهنم دیده است پیدا کنیم ای که به این مکان در میایی امیدهایت را رها کن کمدی الهی دانته عجیبترین هولناکترین و در پاره موارد زیباترین شعر در ادبیات مسیحی است آبلار و هلویز هلویز دختر یتیم از والدینی نامعلوم بود او خواهرزاده فولبر مردی روحانی و از کارکنان کلیسای جامعه پاریس بود در آن موقع کلیسای نوتردام هنوز ساخته نشده بود فولبر او را به ای فرستاد که به دلیل مدرسه و کتابخانه شهرتی بسیار داشت وقتی فهمید هلوئیز میتواند به همان خوبی که فرانسه حرف میزند به لاتین نیز صحبت کند و ابری نیز میداند به او افتخار کرد و وی را نزد خودش در اقامتگاهی نزدیک کلیسای جامعه آورد او به دنبال سرمشق و استادان پاریس رفت تا راهنمای هلویز در فلسفه و دیگر مطالعات باشد پیر آبلار در سال 1079 در بریتانی به دنیا آمد و فرزند اول کشاورزی متمول بود. در مدرسه بسیار باهوش بود و از استادان مشتاقانه میآموخت. او از ارسیه خانوادگی چشم پوشید تا فلسفه را هر جا که بیابد بیاموزد. این جستجو او را به مدرسه کلیسای جامعه پاریس کشاند که در آن ویلیام از چنپا تدریس رئالیسم می کرد که در آن زمان معنایش این بود که هر عنوان جهانی یا طبقاتی مانند مرد، جمعیت، سنگ، زن، کتاب و غیره در وجود خود هدفی دارد و فراتر از این هر یک در نظامی که به آن تعلق دارند نیز دارای حقیقتند. بنابراین مرد نیز به اندازه سقرات واقعی است. جمعیت نیز به اندازه هر تعداد افرادی که در آن است حقیقی است و منطق و هویت خود را دارد آبلار میگوید هیچ چیز خارج از ذهن ما وجود ندارد غیر از افراد و اشیای خاص تمام عقاید مفاهیمی هستند که به عنوان ابزاری برای دستبندی و تفکر شکل گرفتند آبلار مدرسه خود را ابتدا در ملون و سپس در جنوو خارج از پاریس تشکیل داد سخنوری و هوش و سرور این خردمند دانشجویانی بیش از حد ظرفیت آنجا را جذب خود کرد آنها خود را مدرن می‌خواندند و مدرسه مدرن را تأسیس کردند هنگامی که فولبر از او دعوت کرد که راهنمای هلویز باشد شهرت آبلار در تمام فرانسه پیچیده بود سال 1117 بود او 38 سال داشت و هلویز 17 ساله بود او اقرار می کند. اولین احساسی که نسبت به هلویز داشت جاذبه ظاهریش بود ولی کمی بعد با محبت و ظرافت رفتار هلویز به چیزی بدل شد که آن را اطوفتی شیرین که از خوشبوترین عطرها پیشی میگیرد توصیف کرد. به نظر می رسد هلویز با اعتمادی بچگانه خود را به دست او سپرد و اندکی بعد باردار شد. آبلار او را به خانه خواهرش در برتانی فرستاد و با پیشنهاد ازدواج فولبر را آرام کرد. به این شرط که فولبر ازدواج را مخفی نگه دارد. هلویز برای مدتی طولانی در مقابل ازدواج مقاومت کرد زیرا این کار باعث می شد آبلار از زندگی کشیشی محروم شود مگر اینکه او شوهر و فرزندش را رها کند و به سومه برود اگر آنچه را در خود زندگی نامه آبلار آمده باور کنیم هلویز به دو گفت برای من بسی خوشایندتر است که مرا معشوقه خود بخوانی تا همسرم گرچه دومی برایم افتخار است در نهایت هلویز موافقت کرد و او آبلار و فولبر این ازدواج را مخفی نگه داشتند اما چیزی نگذشت که فولبر برای فرونشاندن رسوایی آن را بر ملا ساخت هلویز انکار کرد فولبر او را مورد ضرب و شتم قرار داد آبلار وی را به سومه فرستاد و از او خواست که کسفت را بپذیرد اما پیمان راهبانه نبندد فولبر مزدورانی اجیر کرد تا آبلار را عقیم سازند از دست دادن مردانگی منجر به رسوایی او نشد اگرچه به رد صلاحیت او از سمت کشیشی انجامید تمام پاریس حتی روحانیون با وی همدردی کردند شاگردانش به سوی او شتافتند تا دلداریش بدهند اما آبلار یقین داشت که نابود شده است او از هلویز خواست که پیمان راهبان را بپذیرد و خود نیز تارک دنیا شد سپس دوباره اجازه تدریس یافت او و شاگردانش محلی برای انزوای خود ساختند که او خود آن را شفیع مینامید به این معنی که محبت اولیای الهی به عنوان تسلی بخش الهی در میان انزوای آنان به زندگی بازگشته است پس از بهبودی جسمی و روحی آبلار خود را وقف نوشتن مهمترین کتاب های فلسفی در قرون بستا کرد. در کتاب حجیمش دیالکتیکا اصول منطق را برای رنسانس از اروپای غربی آماده کرد. تی گفتگوی میان یک فیلسوف، یک فرد یهودی و یک مسیحی ضعف‌های های که هر یک را برشمرد. در کتاب آری و خیر پرسش مطرح کرد و در زیر هر عنوان دو پاسخ یکی برای اثبات و دیگری برای رد آن مبحث ارائه داد. در مقدمه توضیح می دهد که قانون اول خرد جهد بسیار و پرسیدن بسیار است. زیرا با شک به پرسش می رسیم و با پرسش های بسیار حقیقت را در میابیم. در تئوری مسیحیت با این ادعا که تنها یک مسیحی در روز قیامت نجات می مخالفت کرد و آن را غیر منطقی دانست. زیرا باور داشت خدا عشقش را به تمام نوع بشر نصار می دارد. کفار را باید با منطق مهار کرد، نه با زور. در سال 1140 برنارد مقدس کاتولیک متعصب ضمن برگزاری شورای کلیسایی در سانس بسیاری از عقاید آبلار را محکوم کرد. فیلسوف که به دلیل کهولت سن و مسائب وارده بسیار ضعیف شده بود به روم رفت تا پاپ را قاضی پرونده خود کند. وقتی به صومعه کلانی در برگوندی رسید مورد استقبال اسقف بزرگ آن پیتر ارجمند قرار گرفت در آنجا با خبر شد که اینوسنت دوم پیش از آن به حکم شورای سانس موافقت و او را به سکوت ابدی و حصر در صومعه محکوم کرده است آبلار رنجور از خستگیهای روحی و جسمی خود را در سایه های اتاقها و مراسم کلونی پنهان کرد در آنجا به دلیل شفقت، سکوت و دعاهایش احترام راهبان دیگر را برانگیخت. به هلویز که دیگر ندیده بودش نامه ای نوشت و بر اعتقاد خود به تعلیمات کلیسا تأکید کرد. او احتمالا در وصف چشمان هلویز زیباترین اشعار قرون وسطا را سرود. کمی بعد بیمار شد و راهب بزرگ مهربان او را به دیر مارسل مقدس در نزدیکی شالون فرستاد. وی در 21 آوریل 1142 در سن 63 سالگی از دنیا رفت. در کلیسای دیر به خاک سپرده شد. اما هلویز که رئیس سومه زنان فارقلیت شده بود به پیتر ارجمند گفت که آبلار مایل بود در آن سومه به خاک سپرده شود. آن راهب مهربان خود جسد را برای او برد و تلاش کرد با تمجید از آبلار به عنوان سغرات، افلاتون و عرستوی زمان به او دلداری بدهد و برایش نامی سرشار از احساسات مسیحی نوشت. بشنوید؟ بنابراین خواهر عزیز و ارجمند خدا، کسی که شما با او ازدواج کرده جسمن یکی شده بودید به توسط نیروی قدرتمند عشق ابدی خداوند او را محکم نگه خواهد داشت همانند شما او را در آغوش محبت خیش خواهد گرفت و تا روزی که بر زمین خواهد آمد او را نگه می دارد تا با محبت خود به شما بازگرداند. او در سال 1164 در سن معشوقش و تقریبا با همان میزان شهرت از دنیا رفت. در باخهای فارغلیت در کنار عشقش به خاک سپرده شد. کلیسای کوچکش در انقلاب فرانسه ویران شد و همه گورهایش تخریب شدند. آنچه به نظر بقایای آبلار و هلویز می رسید در سال 1817 به گورستان پرلشز در پاریس منتقل شد. در آنجا حتی تا امروز نیز یک شنبه ها دسته های گلی را می بینیم که مردان و زنان برای آراستن مقبره آنان آوردند. دستاورت های قرون وستا اولین دستاورد آن تغییر اروپای میانه شمال رودخانه رون، راین و دانوب از جنگلی وحشی و تبدیل آن به تمدن پایدار بود. زنان و مردان راهها را هموار کردند، آب را ساختند، چشمه و معدن حفر کردند، خانه ساختند، خود و حیوانات مفید را اهلی کردند، روستا، دهکده و شهر ساختند. قانون شورا و پارلمان برقرار و جوانان را از طریق سلطه والدین مدرسه و مذهب قانونمند کردند انسانهای قرون وسطا همه چیز را بر عهده مذهب گذاشتند آنها دیده یا به آنها گفته بودند که دلیل مرگ تمدن روم مرگ خدایانش یا کمرنگ شدن ترس آدمها نسبت به آنان بود آنها در جوانی قدرت و دوام عادات و تمایلات ضد اجتماعی را میدانستند و در بزرگسالی به استقبال باورهای مذهبی احکام اخلاقی و اندرسهای کشیشان میرفتند به کلیسا احترام میگذاشتند زیرا باور داشتند کلیسا انسانهای وحشی و بیتمدن را به شهروندانی پاکدامن و دلیر تبدیل می کند و جنگجویان را به اشخاص متین و محترم از تنبلی راهبان بیزار بودند قدردان فداکاری راهبه ها و شکرگزار سازماندهی خیرات در کلیسا بودند. شیفته عظمت کلیساهای جامع بودند. در برابر پنجره های روشنش تبسم می کردند و به تصاویر عجیب شیاطینش می خندیدند. افتخار می کردند به کلیسایی باور دارند که پاپهایش می توانند حکومتها را قانونمند و پادشاهان را پرهیزگار کنند. گذشت زمان همراه با افزایش ثروت و گستردگی قلمرو، رو کلیسا رو قدرتمند می ساخت و در عین حال با اثرات سکولار، فردگرایی مخرب، نیرنگهای سیاسی و اخرد شکگرایی آن را تضعیف می کرد. کلیسا نقشی حیاتی در گسترش دانشگاه ها داشت که شکوه و تأثیر کلیسا ها را محو می کردند. کلیسا بیشتر معلمان را آموزش داده و بر آنها لباس روحانیت پوشانده بود اما بیشترشان به دنبال تفکرات سکولار میرفتند، نه مشاغل کلیسایی و مذهبی. روحانیون و عوام که متون کلاسیک را جستجو، نگهداری و ویرایش میکردند، جاذبه و جرفای ادبیات و فلسفه کهن را دریافتند. و از افلاتون با شکوه بیشتری صحبت می کردند تا از مسیح. روح قرون وسطا همچون سلولی در حال رشد به دو اندام تاریخی تقسیم شد. رنسانس کلاسیک، اپیکوری و الهادی در جنوب. به انقلاب روحانی، رواقی و پیوریتن در شمال. سپس به دو فرهنگ قدرتمند بدل شد و وظیفه تاریخی نجات و انتقال تمدن به انجام رسید. مرگ آن کمال آن بود.